أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینن و میشنوند. امشب در به اصطلاح شامگاه 15 شهریور 1400 در خدمت دوستان عزیز دانشجو در دانشگاه معظم گیلان هستیم. دوستان جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان یه برنامه رو در نظر گرفته بودن که خب به دلیل شرایط کرونا و اینکه امکان برنامه حضوری مقدور نیست، قرار شد که در بستر شبکه‌های اجتماعی امشب این برنامه رو برگزار کنیم. خدا رو شکر میکنم که توفیقی شد خدمت شما عزیزان در دانشگاه گیلان هستم. امیدوارم انشالله مستدام باشید. خب به هر جهت پرسش اصلی در ماجرای اتفاقات دو سه هفته اخیر در افغانستان اینه که بحران افغانستان و ماجرای اتفاقات افغانستان تبیین نقش این که ایران کجای این ماجرا ایستاده و نسبتش با این تحولات در افغانستان چیست، موضوع مبحثی است که امشب در خدمت شما عزیزان نکاتی چند رو من عرض میکنم. با توجه به اینکه 5 روز دیگه به سالگرد 11 سپتامبر یا 20 شهریور 1380 میرسیم، 20 سال پیش در یک چنین به اصطلاح هفته ای، دقیقاً 5 روز بعد که الان 15 شهریور رو گذروندیم، امروز تقریباً 20 شهریور، 5 روز دیگه میشه سالگرد واقعی 11 سپتامبر. 20 سال پیش بود که یه دفعه دو تا هواپیما از دو طرف خوردن به برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک. یه هواپیما هم رفت خورد به ساختمان پنتاگون وزارت جنگ آمریکا. یه هواپیما هم که داشت میرفت به یه مقصد دیگه، به یه هدف دیگه اصابت کنه، که پدافند هوایی ارتش آمریکا اونو زد. اعلام شد که القاعده پشت این قضیه بوده و ماجرای اقدام تروریستی در نیویورک که 13-14 تا دوربین در نقاط مختلف ثبت کرده بود این واقعه رو علیه برجای دوقلوی نیویورک، برجای دوقلوی تجارت جهانی، و نتیجهش این شد که این تصاویری که زنده از کف صحنه این ماجرا رو ثبت و ضبط کرده بودن در شبکه‌های تلویزیونی دنیا وقتی پخش شد، یک همدردی بین 7 میلیارد نفر جمعیت کره زمین با آمریکایی‌ها ایجاد کرد. آمریکایی‌ها زیرنویس کردند به مدت 3 ماه در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و سی ان ان، به خصوص فاکس نیوز که شبکه اصلی تلویزیون جمهوری خواه است. اون موقع هم دولت جمهوری خواه حاکم بود و جورج بوش پسر. زیرنویس کرده بودند United States under attack، ایالات متحده زیر حمله. و این حسی که به رنگ قرمز وقتی نوشته شده بود زیر به اصطلاح صفحه تلویزیون فاکس نیوز و این مدام بود به مدت 2-3 ماه، این حسی که منتقل می‌کرد این بود که ایالات متحده زیر حمله است، United States under attack، و زمینه ای شد که القا بشه به مردم دنیا که آمریکا زیر حمله است و باید واکنش نشون داد. بهانه ای بود که آمریکایی‌ها آمدن چند هفته بعد در پاییز 1380 افغانستان اشغال کردند. نیروهای شمال، نیروهای همین احمد شاه مسعود که اون موقع چند روز قبل از واقعه 11 سپتامبر توسط نیروهای طالبان به شهادت رسیده بود، نیروهای احمد شاه مسعود از همین مناطقی که در شمال بودن اینا وارد شدن به کابل. اونا به عنوان نیروی زمینی عمل کردن و آمریکایی‌ها از راه هوا بمبارون کردن و طالبان ظاهرا تارومار شد. بود القاعده و نمیدونم ملا عمر رو که رهبر طالبان بود و در واقع بن لادن که رهبر القاعده بود، اینا تارومار شدن. آمریکایی‌ها اومدن افغانستان رو گرفتن، اشغال کردن. البته آمریکا تنها نبود، ناتو بود. پیمان ناتو، 24 کشور ناتو وارد افغانستان شدن، انگلیس، کانادا، بلژیک،
آلمان، دانمارک، ترکیه، ترکیه هم عضو ناتوه. اینا همه وارد افغانستان شدن، در افغانستان حضور پیدا کردن، پایگاه زدن، نیرو وارد عمل کردن، انگلیسی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها. بعدن ژاپنی ها و کره جنوبی هم نیرو وارد عمل کردن، یعنی هم ژاپنی ها اومدن اونجا، هم کره ای ها اومدن، کره جنوبی، که یه دوره بعضی از نیروهای ژاپنی و بعضی از کارکنان ژاپنی، نه نیروهای نظامی، و بعضی از کارکنان کره ای به دست طالبان اسیر شدن و یک نفرتی در ژاپن و کره به وجود اومد که آقا افرادتون اونجا، مهندسینتون، متخصصینتون گیر افتادن. یک هفته، پنج روز دیگه، کمتر از یک هفته دیگه، پنج روز دیگه، یعنی در واقع در 20 شهریور میشه 20مین سالگرد واقعی 11 سپتامبر و میشه 20مین سالگرد مقدمات اشغال کشور افغانستان توسط پیمان ناتو. و وقایع دو سه هفته اخیر و فرار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و فرار 24 تا کشور ناتو، ایتالیایی ها، کانادایی ها، ترکیه ها، انگلیسی ها، آلمانی ها و به خصوص آمریکایی ها از افغانستان و فروپاشی شیرازه ارتش 300 هزار نفری افغانستان و بعدم پیشروی بی حساب و کتاب طالبان، 50-60 هزار نفر دمپایی پوش که اصلا حرفه‌ای جنگیدن بلد نیستن، اینها همینجوری رفتن ایالت به ایالت، ولایت به ولایت رفتن تا رسیدن به کابل، کابل رو اشغال کردن، رفتن در ارگ ریاست جمهوری مستقر شدن. الان هم که یه درگیری های در منطقه پنجشیر بین نیروهایی که مخالف هستن با طالبان وجود داره. این واقعه یه واقعه عجیبیه که باید مطالعهش کرد، این واقعی که در افغانستان رخ داده، سوای از اون مباحثی که مطرح شده که قبلا یه بار انگلیس در افغانستان شکست خورده با افتضاح رفته بیرون، یک بار شوروی در افغانستان شکست خورده و با فضاحت از اونجا رفته بیرون، سوای از این موارد از چند زاویه و از چند محور باید ماجرای افغانستان رو مورد بررسی قرار داد و بعدم به این سوال پاسخ داد که ایران کجای این ماجرا ایستاده. اولا زاویه نگاه درباره آمریکا و اروپای غربی، یعنی آمریکا، فرانسه، انگلیس و غیره، این زاویه نگاه از این جهت اهمیت داره که ببینیم چرا اینا آمدند و چرا حالا رفتند. کل ماجرای 11 سپتامبر بهانه بود، کل ماجرای اینکه القاعده برجای دوقلو ورلد ترید سنتر رو با هواپیمایی که تو آمریکا رو بوده کوبیده منهدم کرده، کل اینا بهانه بود. چون آرت اولیویر، یکی از مقامات آمریکا که در واقع کاندیدای معاون اولی ریاست جمهوری در آمریکا بود، 7 سال پیش آمد ایران، ایشون در یک فیلم سینمایی ساخته بود، چون نمیتونست در آمریکا اکرانش کنه آورد اینجا اکرانش کنه. دولت آقای روحانی به خصوص آقای ظریف در وزارت خارجه مخالفت کردند. این فیلم ماجرای چگونگی آماده کردن این هواپیماها در کمپانی لاکید، همین هواپیمای مسافربری، کمپانی لاکید این هواپیما رو چجوری ساخته و کمپانی های دیگه چه امکاناتی داخل اینا بوده، این هواپیما اصلا با چه نیتی ساخته شدن و قرار بوده این هواپیماها کجا برن استفاده بشن که بعد این هواپیما رو تو خود خاک آمریکا برمی‌دارن میکوبن به برجای دوقلو. چون آقای آرت اولیویر خودش در اون کمپانی هواپیماسازی مسئولیت داشته، از نزدیک شاهد این ماجرا بوده و افرادی هم که درگیر بودن بعدن دستگیر میشن و سر به نیست میشن، ایشون بلند میشه یک فیلم سینمایی از این قضیه میسازه به صورت پوششی. فیلمش خیلی بلند نیست، یعنی فیلم سینمایی مثلا 2 ساعته نیست، 80 دقیقه است. این فیلم رو نتونسته بود اکران کنه، آورد ایران، تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی این رو دوبله کرد که پخشش کنه. این که عرض میکنم مربوط به اردیبهشت 1393 هست، یعنی 7 سال پیش. چند تا بازدید داشت در دانشگاه مختلف ایران و اندیشکده ها آقای آرت اولیویر، یه برنامه تلویزیونی داشت در برنامه آقای طالبزاده،
در برنامه آقای طالب زاده اعلام کرد که مثلا ماجرا چی بوده، توضیح داد که اصلا 11 سپتامبر ربطی به اون جریان محمد عطا و اون نیروهایی که گفته می‌شدن از مسلمانای افراطیان و در القاعده این هواپیما رو دزدیدن کوبیدن به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر نداره، هیچ ربطی نداره و خود آمریکا این کارو کرده. این برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر چون حدود 300 400 متر مثلا بلند بودن، در سواحل اقیانوس اطلس در شهر نیویورک ساخته شده بودن، از نظر مهندسی اشکال داشتن، اینا باید خراب میشد و از نو ساخته میشد، لذا روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن. این برجا رو یه بهانه درست کردن، زدن منهدم کردن. داخل این برجا یه چیز در حدود مثلا 10,000 نفر کارمند وجود داشته که روزی که این اتفاق میفته فقط 3,000 نفر داخلش بوده. کل یهودی هایی که عمدتاً تاجر بودن داخل این برجای تجارت جهانی بودن که دوتاش منهدم شد، کل یهودی ها اون روز مرخصی بودن. بالای شهر نیویورک یک مانور نظامی هوایی برگزار کرده بود ارتش آمریکا. عجیبه، اون روز مانور نظامی هوایی بوده و وقتی هواپیماها تو مانور نظامی هوایی دارن اون منطقه گشت میدن، چجوری ممکنه 4 تا آپون مسافربری بیان دوتاشون برن بخورن به این برجا؟ بعد چطور ممکنه 14 تا دوربین در نقاط مختلف بودن و خوردن این هواپیماها به این برجا رو ثبت کردن؟ امروز نیست که دست همه مردم یه موبایلی باشه که با موبایلاشون میتونن آنی همه چیز رو ثبت کنن. فراموش نکنید 20 سال پیش بود. 20 سال پیش موبایل ها دوربین نداشتن. 20 سال پیش موبایل ها عکس نمیتونستن بگیرن. 20 سال پیش شما نمیتونستی با موبایل فیلم برداری کنی. حتما باید یه دوربین فیلم برداری دستت میبود، یه صحنه آنی مثل اینکه هواپیما میواد میره میخوره به یه برجی، بتونی این صحنه رو شکار کنی، فیلم برداری کنی. چجوری میشه 14 تا دوربین توی صحنه بوده؟ اصلا بعیده یک سازمان چریکی بیابونی و صحرایی مثل همین نیروهای طالبان یا نیروهای القاعده بتونن هواپیما بدزدن، اونم نه یه دونه، نه دو تا، 4 تا در یک ساعت 4 تا هواپیما رو توی شمال شرق آمریکا بدزدن. هواپیمای پیشرفته مثلا کلاس بوئینگ فرض کنید 700 نمیدونم 77 700 نمیدونم 47 767 حالا کد های اینجوری. ببینید پنل این هواپیماها اینقدر پیچیده است که کسی که میشینه پشت سکان چنین هواپیمایی گیج میشه از بس اون پنل ها رو نگاه میکنه. به همین سادگی نیستش که یه کسی که حالا گفته میشه داخل این 11 نفر که گفتن 11 تا تروریست عربستانی بوده، یکیشون یعنی مثلا محمد عطا این چند ساعت با هواپیمای سمپاش پریده بود. آخه کسی که مثلا هواپیمای قارقارک سمپاش رو پرونده، یه هواپیمای ساده یه ذره از سطح زمین میاد بالا، شما از اون بالا نگاه میکنی همه جای دور و برتون رو میبینید، نه هواپیمایی که میره تو ارتفاع 40,000 پایی و همه چیز رو باید از روی اون پنلی که روبروی شما هست هواپیما رو کنترل کنی. این چجوری ناوری بلد بوده بتونه بره دور بزنه برگرده بیاد دقیقاً بیاد بره بخوره مثلا به برجای دوقلو؟ مدیریت چنین هواپیمایی، هدایت چنین هواپیمایی، سکانداری چنین هواپیمایی کار خلبان آماتوری و غیر حرفه‌ای به نام مثلا فرض کنید محمد عطا و این تروریستای عربستانی که هیچ کدومشون خلبانی بلد نبودن نیست. از این رو خیلی پدیده عجیبی بود. آقای آرتور لیویر اومد این توضیحات رو در تلویزیون جمهوری اسلامی داد و اعلام هم شد که این فیلم در صدا و سیما دوبله شده، قرار فردا شب از تلویزیون پخش بشه. فرداش قرار بود آقای آرتور لیویر بیاد توی اندیشکده ما برای دانشجویان ما سخنرانی کنه. خب وقتی که شب توی تلویزیون این موضوع رو ایشون اعلام کرد، وزارت خارجه جلویشون رو گرفت و آقای ظریف اینا محکم وایستادن که این فیلم پخش نشه. تلویزیون آقای زرقامی از پخش این فیلم خودداری کرد. خب این فیلم دوبله شده بود دیگه. فردا صبح که آمدن در اندیشکده که فیلمش موجوده، در کلاس روبروی دانشجوی ما ایستاد و آقای آرتور لیویر همون توضیحاتو داد. فیلم پخش شد. یک بار توی ایران این فیلم پخش شد با زبان فارسی، چون تلویزیون دوبلش کرده بود دیگه، اون نسخش رو آوردن. سال 1393 در اردیبهشت ماه فیلم عملیات ترور آپریشن که توسط آقای آرت اولیویر ساخته شده بود و ماجرای اینکه چطور آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن خودشون برجای دوقلو رو منهدم کردن و این اصلا قضیه چی بود، اصل ماجرا چی بود،
این فیلم اینجا سر کلاس برای دانشجوی ما پخش شده. این جلسه 505 تاریخ جلسه 505 طرز استراتژیک در افق 1414 روی وبسایت های ما موجوده. آقایون و خانوما میتونن این رو پیدا کنن و اون دیویدیو رو ببینن، هم در یوتیوب در کانال من هست، هم در یوتیوب در کانال کلبه کرامت هست، در آپارات هست، در تلگرام هست، در وبسایت کلبه کرامت هم یه آرت اولیویر و اصل فیلم سینمایی که دوبله شده بود رو اونجا ببینید. ببینید اصلا 11 سپتامبر یک دروغ بزرگیه که آمریکایی‌ها مطرحش کردن، به بهانه شمادن افغانستان رو گرفتن و اون فاجعه رو رقم زدن. حالا چرا آمدن در افغانستان؟ یک دلیل داشت که من همون موقع 20 سال پیش در برنامه‌های متعدد تلویزیونی اینو توضیح دادم. ببینید من برای ماجرای 11 سپتامبر و اتفاقات بعدش و اشغال عراق، اشغال افغانستان، جنگی که به بهانه ترور شروع شد، بیش از 200 تا برنامه تلویزیونی رفتم در سالهای 80، 81 و 82 تا بعد از اینکه عراق اشغال شد. در شبکه جهانی جام جم، شبکه خبر، شبکه یک، شبکه دو و شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما، این 200 برنامه تلویزیونی الان همه ویدیوهاش موجوده. اون موقع مسئله‌ای که ما توی بحث‌های تحلیلی داشتیم این بود که آمریکا نیاز داشت در موضوعی که آقای هانتینگتون گفته بود روی تمدن‌ها صورت می‌گیره، تمدن غرب با 3 تمدن در تعارض قرار می‌گیره: روسیه ارتدوکسی، چین کنفوسیوسی، ایران اسلامی. این 3 اگر به هم نزدیک بشن تمدن غرب یعنی اروپا و آمریکا دچار مشکل میشه. آمریکا نیاز داشت بیاد وسط این 3 تمدن قرار بگیره. وسط این 3 تمدن کجاست؟ افغانستان. افغانستان ضلع غربی چینه، ضلع جنوب شرقی روسیه است و ضلع شمال شرقی ایرانه. آمریکایی‌ها و پیمان ناتو و اروپایی‌ها اگه بیان در افغانستان مستقر بشن میتونن منطقه رو ناامن کنن، 3 کشور ایران، چین و روسیه رو نذارن اینا اتحاد عمومی پیدا کنن. حالا دیگه بعدن پیمان شانگهای به وجود اومد، نزدیکی کشورهای منطقه جدی شد. آمریکایی‌ها با شعار این که ما در جنگ جهانی دوم 2 کشور آلمان و ژاپن رو گرفتیم، ژاپن رو با بمب اتم زدیم هیروشیما و ناکازاکی، اونجا رو گرفتیم، آلمان هم اشغال کردیم، هیتلر رو نابود کردیم، 2 دموکراسی به وجود آوردیم، دموکراسی آلمان، دموکراسی ژاپن. مردم نگاه کنید چقدر آلمان و ژاپن خوبن، صنعتشون، تکنولوژیشون. ما 2 کشور میخوایم بگیریم، عراق و افغانستان. افغانستان رو مثل ژاپن، عراق رو مثل آلمان. این 2 کشور رو میگیریم، داخل این 2 کشور 2 دموکراسی میبریم. وقتی دموکراسی بردیم تو این کشورها، کشورهای منطقه، این 50 کشور اسلامی هم از این الگوی دموکراسی استفاده میکنن. بعد که ببینن اینا زندگیشون خوب شد، سبک زندگیشون بالا رفت، به تکنولوژی رسیدن، به دموکراسی رسیدن، حالا همه کشورها یاد میگیرن و اینجوری میشن. این شعار آمریکایی‌ها بود. اگر شما روزنامه‌های ایران، روزنامه‌های اصلاح طلب، روزنامه‌های لیبرال رو در سال 80، 81 و 82 ببینید، پر مقالات و تحلیل‌های اینجوری. حالا اون موقع دیگه شبکه‌های اجتماعی نبود مثل تلگرام و مثلا فرض کنید توییتر و اینستاگرام و اینا که اونجا پست گذاشته باشن. داخل روزنامه‌ها این چیزا رو می‌نوشتن که بله آمریکا اومد در عراق، آمریکا اومد در افغانستان، اینجا فردا میشه دموکراسی، ایران جا موند، همه کشورها جا موندن. آقا کشور ژاپن قبل از اینکه آمریکا بره اونجا بمب اتم بزنه کشور صنعتی بود. کشور آلمان قبل از اینکه آمریکا بره اونجا رو اشغال کنه یک کشور صنعتی بود. اینا یک مبانی نظری فلسفی قبلی داشتن. افغانستان و عراق اصلا مقدمات اینکه شما بری اونجا دموکراسی ببری نداشتن و ندارن. افغانستان و عراق زیر ساختای صنعتی شدن ندارن. اصلا گوش هیچ کس بده کار نبود. استادان دانشگاه ها میگفتن همین که آمریکا و ناتو اومدن توی افغانستان و عراق، فردا اینا میشن ژاپن و آلمان. به هر جهت 20 سال از عمر مردم افغانستان گذشت، 20 سال از عمر مردم عراق گذشت، 20 سال از عمر ماها هم گذشت که هی مدام گفتیم آقا نمیشه مردم افغانستان رو معطل این قضايا نکنید. ولی خب آمریکایی‌ها حاضر نبودن گوش کنن. ببینید دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا، روز 3-4 جنگ عراق آمریکا بود،
سال 1182 اعلام کرد ما جنگ عراق رو با 50 میلیارد دلار تمومش میکنیم. دو ساعت بعدش من توی شبکه خبر ما با 50 میلیارد دلار جنگ عراق رو خاتمه میدیم، به نتیجه میرسونیم. اینا حتما از 1000 میلیارد دلار هزینه جنگشون میره بالا، از 1 تریلیون دلار. سه سال پیش ترامپ رسما اعتراف کرد که هزینه جنگ عراق و سوریه 7 تریلیون دلار شده، که اعلام کرد ما 7000 میلیارد دلار در عراق و سوریه خرج کردیم، هنوز باید با هواپیمای چراغ خاموش بیم بشینیم. روزی که از افغانستان رفتن همین دو سه هفته پیش، مقامات آمریکایی اعلام کردند که روزی 300 میلیون دلار هزینه این جنگ بوده و اینها عددی در حد 2400 میلیارد دلار، یعنی 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار کردن. کل بودجه جمهوری اسلامی در سال 250-300 میلیارد دلار. این همه پول بردن ریختن توی افغانستان، چرا اثری نداشته؟ نه فقر رو زدود، نه مشکلات اقتصادی رو زدود، نه کشور افغانستان رو ساخت. یک کشور رو دوباره ویران کردن، مردم رو آواره کردن، بلند شدن رفتن. هرقدر ما اون موقع فریاد زدیم که آقا افغانستان و عراق بهانه است برای اینکه آمریکا اومدن، عراق رو دارن میگن بمب اتم داره صدام، افغانستان هم دارن میگن که نمیدونم اونجا داعش القاعده وجود داره، به خاطر تروریستای القاعده دارن میان، دروغ میگن. اینا اومدن دو طرف ایران رو دارن میگیرن، به قول خودشون تو منطقه یه سازوکاری ایجاد کنن که اسمشو گذاشته بودن جنگ جهانی چهارم، گفتن با 22 تا کشور تعیین تکلیف میکنیم، این کشورها رو میگیریم تجزیه میکنیم، ایران رو تجزیه میکنیم به 7 کشور، نمیدونم هر کشوری رو، افغانستان چقدر، عراق چقدر، اون چقدر. اما ببینید اون استراتژی دیگه جواب نمیده. یعنی آنچه که آمریکایی‌ها 20 سال پیش مد نظر داشتن که منطقه رو، کشوراشو بگیرن، نفت منطقه رو ببرن، منابع رو ببرن، جلو پیشروی اسلام رو به قول خودشون بگیرن و لولای سه تا تمدن باشن، تمدن ایرانی اسلامی، تمدن روسی ارتودکسی، تمدن چینی کنفسیوسی، یعنی بیان افغانستان رو بگیرن در منطقه این حد فاصل رو به وجود بیارن، این استراتژی دیگه تموم شده دورش. در سال 2020، سال گذشته، این استراتژی کنار گذاشته شد. آمریکایی‌ها فهمیدن در جنگ سرد جدیدی که شروع شده، که از تابستون پارسال یه جنگ سرد جدید شروع شده بین آمریکا و چین، آمریکا و روسیه، اروپا و چین، اروپا و روسیه، آمریکا با اروپا، ایران با آمریکا، ایران با اروپا، یک جنگ سرد چند جانبه شروع شده. این جنگ سرد معلوم نیست چند دهه طول می‌کشه. شما اگر فقط اخبار یک سال گذشته درباره جنگ سرد رو به زبان فارسی جستجو کنید در گوگل، به زبان انگلیسی هم این جنگ سرد رو جستجو کنید، ببینید چقدر تحلیلگران کشورهای مختلف نسبت به آینده این جنگ سرد اظهار نگرانی کردن. همونطوری که این جنگ سرد 45 سال بین آمریکا و شوروی ادامه داشت، خیلی مشکلات برای دنیا به وجود آورد تا سال 1990 که خاتمه یافت با فروپاشی شوروی، الان یه جنگ سرد جدیدی شروع شده. الان یک سالش میگذره، از 2020 شروع شده، الان یک سال داره از اون جنگ سرد میگذره، از تابستون پارسال. در این جنگ سرد جدید افغانستان هیچ نقشی نداره، یعنی هیچ جایگاهی تو این، اهمیتی تو این جنگ سرد جدید نداره، بلکه اگر بی ثبات بشه تأثیر میگذره رو ایران، تأثیر میذاره رو چین، تأثیر میذاره روی روسیه. آمریکایی اومدن رهاش کردن. یه اصطلاح وجود داره به نام وکیوم قدرت، خلأ قدرت. یه خلأ قدرت به وجود آوردن، یعنی نیروهاشون رو خارج کردن. دولت اشرف غنی هم که ضعیف بود، فاسد بود، پاشید. ارتش هم که آدم بزرگی بالا سرش نبود، نتونست مقاومت کنه. خود طالبان تعجب کردن چجوری ایالت به ایالت، ولایت به ولایت افتاد دست اینا. اصلا تعجب کردن چجوری رسیدن به کابل. سازمان سیا و جامعه اطلاعاتی آمریکا به مسئولین کاخ سفید گفته بودن بین 3 تا 6 ماه دیگه کابل سقوط میکنه. 6 روز بعد کابل سقوط کرد. خب این افتضاح و این شکستی که آمریکایی‌ها اونجا خوردن و نتونستن دموکراسی به وجود بیارن، نتونستن افغانستان رو اونجوری که ادعا میکردن افغانستان رو میکنن کشوری مثل ژاپن، و عراق رو میکنن کشوری مثل آلمان، نتونستن این کار رو انجام بدن و شکست خوردن. آمریکا، انگلیس و بقیهشون گذاشتن رفتن.
لذا آمریکا الان دغدغش مهار چین در دریای زرد و دریای چین و منطقه تایوان و جای دیگه است. از این رو عمده قواش رو داره منتقل میکنه، تمرکزش رو بذاره روی جنگ سرد با چین و چین رو مهار کنه. برای اینکه چین دچار مشکل بشه، یک افغانستان به هم ریخته که همسایه است با منطقه سینکیانگ چین، با منطقه‌ای که در به اصطلاح غرب چین هست، مسلمان نشینه و اون به اصطلاح مردمی که اونجا هستن، مسلمانای اونجا یعنی اویغورها، ناامن شدن افغانستان و انتقال این ناامنی و گروه‌های افراطی داعش که از سوریه منتقل شدن به افغانستان تحت عنوان به اصطلاح اون جریان خراسان، اینها پیوندها و ارتباطاتی با بعضی از این آیغورها دارن که اینها یه مدت تعدادی از این آیغورهای چینی آمده بودن در سوریه یه مدتی کمک داعش می‌جنگیدن. برای بی‌ثبات کردن منطقه غرب چین و بی‌ثبات کردن منطقه آسیای میانه علیه روسیه و بی‌ثبات کردن منطقه شرقی ایران، بهترین راهشون این بوده که افغانستان رو در واقع تبدیل کنن به یک گوشت قربونی. 30-40 میلیون نفر مردم مظلوم افغانستان مطامع سیاسی انگلیسی ها و آمریکایی ها که اونجا رو الان تبدیل کردن به یک محیط آشوب، یه 100,000 تا 200,000 تا طرفدار خودش اونجا داشتن، مترجم و چوچه و نیروی تحصیل کرده برشون داشتن، بردنشون سوارشون کردن تو این هواپیما بردن، بقیهشون هم دارن منتقل میکنن، بقیه مردم افغانستان رو ول کردن به حال خودشون. اون موقع وقتی داد میزدیم که آقا شما فارسی زبانید، میدانید که ضرب المثل فارسی هست که میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، آمریکایی و انگلیسی هیچ کاری برای شما نمیکنه، گول اینا رو نخورید. اما متاسفانه جامعه نخبگی افغانستان حاضر نبود گوش کنه. یک کسانی رو برداشتن از آمریکا آوردن و مثل این ظالمای خلیلزاد، یک مهره آمریکایی آمد پشت همه این طرح‌ها بود. وقتی افغانستان اشغال شد، یک سال بعد زن ظالمای خلیلزاد یک کتابی نوشت که این کتاب درباره این بود که چند نوع مسلمان افراطی وجود داره که به 4 دسته مسلمان رو تقسیم کرد، مسلمان های سکیولار، مسلمان های مثلا افراطی فلان، و نقشه راه و طرح و دستورالعملی تهیه کرد خانم این آقای ظالمای خلیلزاد برای اینکه توی افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، جاهای دیگه باید چجوری عمل کرد. بعد وقت این آقای ظالمای خلیلزاد و اون زنش میخواستن مثلا مردم افغانستان رو نجات بدن. همین اشرف غنی، شما ببینید رسانه های فارسی زبان آمریکا در مورد این اشرف غنی چی مینوشتن؟ که این دومین نابغه توی جهانه. این دومین نابغه توی جهان، نابغه پر کردن جیب خودش بود که چند تا وانت پول جمع کرد و چند تا کامیون ملت خودش رو گذاشت و رفت و دولت خودش هم گذاشت و رفت. و کسی که دست پرورده آمریکا باشه، کسی که توی دانشگاه‌های آمریکا و اروپا تحصیل کرده باشه، این به درد ملت خودش نمیخوره. تجربه 43 سالی ایران رو ببینید. در ایران ما هر چی کشیدیم از تربیت یافتگان شرق و غرب بوده. جمله امام راحل، شما جوانای عزیز تو دانشگاه گیلان یادتون باشه، امام راحل میفرمود ما از شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما بعیده به این زودی ها از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. تربیت یافتگان شرق در شوروی و مسکو و اروپای شرقی تربیت شده بودن، تربیت یافتگان غرب هم در فرانسه و آلمان و آمریکا و انگلیس. الان هم شما نگاه کنید در جمهوری اسلامی ما هر مشکلی داریم با این تربیت یافتگان شرق و غرب، یا کسایی که تو جمهوری اسلامی مثلا بچه هاشون اونجاست. افغانستان هم همین بلا سرش اومد. لذا دیدید که چه فاجعه رخ داد و متاسفانه مردم افغانستان 20 سال عمرشون هدر رفت، 20 سال وقتشون برای ساخت کشورشون از دست رفت. یادم یه شب توی برنامه تلویزیونی گفتم که افغانستان انگلیسی ها رو شکست داده، افغانستان شوروی رو شکست داده، محیط افغانستان، سرزمین افغانستان، مردم افغانستان،
کوهستان‌های افغانستان، جغرافیای افغانستان که به دریا راه نداره، یه عواملی دست به دست هم میده، هر قدرتی بیاد تو افغانستان شکست میخوره. آمریکا و ناتو هم نمیتونن تو افغانستان این شعارهایی که دادن رو انجام بدن. تصور میکنید فردا چه اتفاقی افتاد؟ در روزنامه‌های اصلاح طلب، اون موقع اصلاح طلب‌ها یه روزنامه‌ای داشتن، یاس نو و روزنامه مشارکت، و مربوط همین حزب مشارکت و همین طرفدارای آقای خاتمی بودن. بعضی از بولتن نویسای حزب مشارکت و جریان اصلاح طلب که بعداً فرار کردن رفتن در کشور انگلیس، شدن کارشناسان تلویزیون بی بی سی فارسی، در روزنامه یاس نو و مشارکت و اینا نوشتن این متخصصین علوم استراتژیک، منظورشون من بودم، این متخصصین علوم استراتژیک فکر نمی‌کنن آبروشون میره اینجوری تحلیل میکنن، میگن که آمریکا در افغانستان شکست میخوره. ببین جمله‌شون این بود: کی میخواد روبروی ارتش افسانه ای آمریکا و ناتو بایسته؟ تفنگچی‌های ملا عمر؟ مثلا فکر میکنن اگر کلمه تفنگچی‌های ملا عمر رو بنویسن دارن مسخره میکنن اون گروهی که قراره تو افغانستان آمریکا رو شکست بده. حالا ببینید، شما برید همون روزنامه‌های اون موقع رو که اینا مسخره می‌کردن این بحثا رو، که می‌گفتیم آقا آمریکایی‌ها گیر می‌کنن توی افغانستان، افغانستان جایی نیست که تو بری اونجا دموکراسی ببری. وقتی رفتی توی افغانستان لوی جرگه تشکیل دادی، یعنی مجلس سران قبائل، در افغانستان رؤسای قبائل حرف اصلی رو می‌زنن. تو افغانستان شما نمی‌تونی نظام رأی‌گیری و رفراندوم برگزار کنی همه این 30-40 میلیون نفر بیان رأی بدن. افغانستان تو مرحله ماقبل دموکراسیه. مگه عربستان امکان این کارو داره؟ عربستان تو مرحله ماقبل کشوره. حالا شما هی بگو افغانستان تجهیزات پیچیده نظامی داره، افغانستان برج و باروهای زیاد ساخته، شما یه انتخابات نمیتونی تو کشور عربستان برگزار کنی، شما یه انتخابات نمیتونی تو کشور قطر برگزار کنی، شما یه انتخابات تو کشور امارات نمیتونی برگزار کنی. آقا امارات، دبی، برج‌های آنچنانی، شارجه، بله، داشتن ماشین‌های آنچنانی، تکنولوژی بالا، تسلیحات بالا، برج بالوی بالا، نظم ظاهری تو خیابون‌های امارات، توی دبی یا توی قطر یا توی ریاض توی عربستان، یا این حجاجی که میرن مکه و میان میگن انتخابات برگزار کنید، اینا تو مرحله ماقبل کشورن، کش به کشور تبدیل نشدن. چجوری میخوای شما اونجا انتخابات برگزار کنید؟ توی امارات دموکراسی ببرید، توی قطر دموکراسی ببرید، توی عربستان دموکراسی ببرید؟ به رأی مردم مثلا بری سراغ مردم بگی مردم رأی بدید، سرنوشتتون رو خودتون انتخاب کنید. افغانستان هم همچین مشکلی داره. افغانستان تو مرحله ایه که شما در حد لوی جرگه و بزرگان قبایل میتونستی توی آمریکا بری مردم رو مثلا هماهنگ کنی که یک سیاستی رو بپذیرن. چجوری بلند شدی رفتی آقا ما انتخابات برگزار میکردن توی افغانستان؟ یک سال دولت افغانستان نتیجه انتخاباتش پذیرفته نمیشد. عبدالله یه طرف میکشید، اشرف غنی هم یه طرف. آخر برای اینکه دوتاشون تو قدرت سهم داشته باشن، وزیر خارجه آمریکا بلند شد اومد تو افغانستان، به اشرف غنی گفت تو بشو رئیس جمهور، به عبدالله گفتن تو بشو مدیر اجرایی. این شد دموکراسی مثلا؟ لیبرال تو دانشگاه‌های ایران میگفتن آقا آمریکا اومد توی الان کشور عراق میشه دموکراسی ممتاز، الان اومده تو افغانستان میشه دموکراسی ممتاز. بابا وقت عراقو گرفتید، وقت افغانستانو گرفتید. افغانستان تو مرحله ماقبل این اتفاقاته. افغانستان تو مرحله‌ایه که با لوی جرگه اداره میشد. عراق تو مرحله ماقبل این اتفاقاته. حالا تازه عراق که تو کشورهای عربی پیشتازه، شما مگه میتونی الان بری تو اردن از این چیزا حرف بزنی؟ مگه شما میتونی بری توی کشور بحرین یا کشور قطر یا کشور امارات یا کشور عربستان و سعودی از دموکراسی بگی؟ تو این کشور اصلا دموکراسی معنی نداره. یه شیوخی هستن همینجوری قبیله‌ای دارن حکومت میکنن. اسم کشور عربستان از یک طایفه میاد، سعودی، طایفه سعودی، یه طایفن، اصلا کشور نیست، یه طایفه، یه قبیله‌ای برای یه کشوری سیطره دارن، نفت اونجا رو میفروشن، طایفه‌ای زندگی میکنن، اصلا دموکراسی معنی نداره اونجا. اما آمریکایی‌ها اومدن فریب دادن مردم افغانستان و عراق رو. یه سری هم تو ایران به نام اصلاح طلب فریب اینا رو خورده بودن، میگفتن آقا نمیدونید چه اتفاقی میفته. الان هم سوت میزنن از اون ور میرن به روی مبارکشون نمیارن که آمریکا توی افغانستان شکست خورد و رفت. و حالا اونایی که رفتن نشستن توی تلویزیون بی بی سی به عنوان کارشناسان تلویزیون بی بی سی فارسی، به روی مبارکشون بیارن که تو روزنامه یاس نو و روزنامه
مشارکت می نوشتن که کی میخواد روبروی ارتش افسانه آمریکا بیسته؟ تفنگچی های ملا عمر، بله تفنگچی های ملا عمر شکست دادن ارتش افسانه آمریکا رو، مهم اون نیست. مهم اینه که شما لیبرال ها، شما غرب گراه ها، شما که بعد بلند شدید از ایران فرار کردید رفتید تو وی او ای، بی بی سی فارسی و تلویزیون های دیگه شروع کردید علیه ملت خودتون حرف زدن، شما شکست خوردید. تحلیل شما این بود که آمریکا اومده تو افغانستان، افغانستان میشه یک کشور دموکراسی ممتاز مثل آلمان، مثل ژاپن، و این تاثیر میذاره رو ایران، و چون تو ایران نمیشه این کاری کرد، ماها بلند میشیم میریم میشیم کارشناس بی بی سی فارسی. بی بی سی فارسی تحویل بگیر کارشناساتو. خوبه که این روزنامه ها هنوز موجوده. مشکلات این که کسانی این تحلیل ها رو تو این روزنامه ها می نویسن و تو اون وبلاگ ها می نوشتن و تو اون چارچوب ها می نوشتن اینه که همیشه باقی می مونه. ولی به هر جهت انتقال دموکراسی از بیرون شکست خورد و آمریکا قدرتش افول کرد، اروپای غربی افول کرد، لذا دیدن هزینه داره 2400 میلیارد دلار، 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار خرج کردن گذاشتن رفتن. من یه رجز بخونم. ارتشی که آمریکا یا برای افغانستان تربیت کردن، طراحی کردن، 300 هزار نفر پاشید. کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بین 150 هزار نفر تا 190 هزار نفر. اشتباه نمی کنید، درست شنیدید، نزدیک نصف آنچه که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها طراحی کردن برای کشور افغانستان. ما ارتش جمهوری اسلامی که یک ارتش مجهز، فوق‌العاده قوی و عظیمیه، اونو فعلا نام نمیبریم، سپاه، چون ارتش جمهوری اسلامی از قبل بوده، در طول چند هزار سال، بیش از 2000 سال ارتش ایران قدمت داره. اما سپاه پاسداران که 80 روز بعد از انقلاب اسلامی به وجود اومده، در اردیبهشت 1358، الان 42 سال خورده به وجود اومده، بین 150 هزار نفر تا 190 هزار نفره. یعنی نصف ارتشی که آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، کانادایی‌ها و غیره برای افغانستان طراحی کردن. ارتش افغانستان نصف عمر سپاه رو داره. سپاه 40 سالشه. ارتش افغانستان که اینا طراحی کردن 20 سال از عمرش میگذره. حالا شما جوونا متوجه میشید که امام خمینی بلد بود نیروی مسلح طراحی کنه، سپاه رو به وجود آورد، یا آمریکا بلد بود طراحی کنه. سپاه که شما میدونید نیروی زمینیش چه قدرتی داره، شما که میدونید نیروی دریایی سپاه تنها نیروی دریایی رو کره زمینه که آمریکایی‌ها رو گرفته، بارها آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو گرفته جلوی زانو زدن. تنها تصاویری که در کره زمین وجود داره که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها جلوی یک نیروی نظامی دیگه زانو زدن، دستشون پشت گردنشون، شلوارشون رو خیس کردن، فقط مال نیروی دریایی سپاه. نیروی هوایی سپاه تنها نیروییه که هواپیمای آمریکایی رو زده انداخته پایین، گلوبال هاوک رو زده انداخته پایین، مثلا آرکیو 75 رو گرفته نشونده، از روش کپی کرده به پرواز در آورده، موشک زده تو پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها. نیروی قدس سپاه که یه روزی فرماندهش به عهده حاج قاسم سلیمانی بود، شهید حاج قاسم سلیمانی، این نیروی قدس به عنوان قوی ترین نیرویی که تونسته آمریکا رو به چالش بکشه در جهان و ملت‌های مستضعف در منطقه پشتیبانیشون در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن، جای دیگه، نیروی قدس سپاه بوده، این که معرف حضور شما هست. نیروی بسیج، سازمان بسیج که خب میدونی در داخل کشور کار میکنن اینا و کارهای فکری فرهنگی میکنن، الان در این قضیه کرونا کمک میکنن، طرحهایی رو پیاده میکنن. قرارگاه خاتم سپاه که جاده میزنه، سد میزنه، اتوبان میزنه. ببینید نیروی نظامی اینجوری درست میکنن آقایون آمریکایی، آقایون انگلیسی، حاکمان فراری افغانستان، آقای اشرف غنی، آقای حامد کرزی، آقای عبدالله عبدالله. ببینید یک نیروی 150 هزار نفری تا 190 هزار نفری اینجوری به ملت خودش از سیل و زلزله و هر چیزی کمک میکنه تا مقابله با استکبار جهانی. تا جایی که آمریکایی‌ها، یعنی خود ترامپ میسته تو کاخ سفید میگه من دستور دادم قاسم سلیمانی رو ترور کنید. رسما به تروریستی بودن دولت آمریکا در کاخ سفید اذعان میکنه. چرا؟ چون مردم ایران پذیرفتن که آمریکایی، روسی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، هر کس دیگه‌ای بیرون مرز است.
هر کی میخواد با ما رابطه داشته باشه در ارتباط متقابل را احترام متقابل باشه، ولی انسان ایرانی تکیه نکنه مثلا به اینها. اونایی که تکیه کرده بودن به آمریکایی‌ها همون اول انقلاب بلند شدن با آمریکایی‌ها فرار کردن رفتن الان تو آمریکا، الان شدن کاسبان براندازی. 43 ساله دارن از آمریکا، عربستان، اسرائیل، انگلیس، فرانسه و جای دیگه پول میگیرن که جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. این بیکارایی که نشستن تو رسانه‌های تلویزیونی فارسی زبان و غیر فارسی زبان و در این شبکه‌های اجتماعی صبح تا شب دارن توییت میزنن و تو اینستاگرام پست میذارن و تو یوتیوب مثلا ویدیو میذارن تو جاهای مختلف، اینا کاسبیشون بر براندازی اینه که اصلا اهل این که بیان تو ایران حکومت کنن نیستن، حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنن بلنشن بیان اینجا مستقر بشن. نه بابا، سلطنت طلبشون، منافقشون، جمهوری خواهشون، همشون، جدایی طلبشون، همشون کاسبن. تو اروپا آمریکا دارن زندگیشون رو میکنن، یه 7-8 ساعتی در روز میشینن 4 تا توییت میزنن، 5 تا کامنت میذارن، 2 تا ویدیو پر میکنن، توی برنامه تلویزیونی میرن 4 تا تحلیل علیه جمهوری اسلامی میدن. هر روز جمهوری اسلامی قوی تر از دیروز و اونا هر روز پیرتر. هی یکی یکی هم از دنیا میرن تو همون کشورهای به اصطلاح غربی و شرقی میمیرن، همونجا هم دفن میشن. بدنشون و پیکرشون لیاقت اینو نداره که تو خاک جمهوری اسلامی هم دفن بشن. همونایی که مثل همین طرفدارای آمریکا که چسبیدن به چرخهای هواپیما توی فرودگاه کابل از اونجا پرواز کردن رفتن، اینا هم زمانی که آمریکا از اینجا رفت اینا هم چسبیدن به چرخ هواپیماهای آمریکا و 43 سال پیش از ایران رفتن. حالا دیگه بچه‌هاشون شدن برانداز. برانداز. پس در نقشه آمریکایی‌ها دیگه چیزی به نام مثلا موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان اهمیتش کلاً منتفی شده. و وقتی این وضعیت به وجود میاد، مسئله وکیوم قدرت شکل میگیره. سعی کردن در افغانستان وکیوم قدرت رو شکل بدن، یعنی خلأ قدرت. خلأ قدرت که به وجود اومد، طالبان فکر کرد حالا این انقدر قوی رفته این خلأ رو پر کرده. اما یه دفعه با مخالفت توده‌های مختلف در جامعه افغانستان مواجه شد. اما این همه قضیه نیست. عربستان طالبان رو به رسمیت شناخت، همونطوری که قبلا به رسمیت شناخته بود. پاکستان و سرویس اطلاعاتی پاکستان ISI پشت این قضیه بود. چینی‌ها فوراً به رسمیت شناختن و کشورهای دیگه‌ای مثل تاجیکستان اومدن پشت سر جریان مسعود و مدعی شدن که میخوان از این ور جلو ببرن. افغانستان وارد مرحله جدیدی شد، اسمش بالکانیزاسیونه. در علوم استراتژیک یه اصطلاح داریم به نام بالکانیزیشن. بالکانیزیشن به این معناست که یه منطقه وجود داره در اروپای شرقی به نام منطقه بالکان. یه کشور بزرگی اونجا بود به نام کشور یوگسلاوی. این کشور یوگسلاوی هر 80 سال 100 سال یک بار در تاریخ چند صد سال گذشته خودش، مثلا در 500 سال گذشته، 400 سال گذشته، هر 80 سال یک بار، 70 سال یک بار، یک بار این منطقه پاشیده به خاطر مسائل قومیتی و دینی و مذهبی. آخرین باری که این اتفاق افتاد سال 1392 بود، یعنی 1370-71. 30 سال پیش شنیدید ماجرای بوسنی هرزگوین رو. یه مسلمان هایی هستن که بیشتر تیره مذهبیشون مذهب فاطمیه. سرب های به اصطلاح ارتودوکس، سرب های که مسلمان به کروات، سرب های ارتودوکس، کروات هایی که کاتولیک مذهبن، اسلوونیایی هایی که مذهبشون پروتستانه. منطقه کوزوو، منطقه بوسنی هرزگوین، منطقه کرواسی، منطقه صربستان، اینا همش یک کشور بود، کشور یوگسلاوی. زمانی که مارشال تیتو حاکم این کشور بود، این کشور یه پارچه بود. اتفاقا یکی از کشورها بودن که پیمان معروف عدم تعهد رو به وجود آوردن، یعنی کشور اندونزی و هند و کشور یوگسلاوی. رهبران این سه کشور جمع شدن گفتن ما نه طرفدار شورویم نه طرفدار آمریکا و اروپا، ما غیر متعهد ها هستیم. جواهر لال نهرو در هند، احمد سوکارنو در اندونزی و ژنرال
مارشال جوزف تیتو. این مارشال تیتو توی یوگسلاوی، اینا کشورهایی بودن که جنبش عدم تعهد رو به وجود آوردن. بعد ببینید یک کشوری در حد یوگسلاوی که جزء کشورهای عدم تعهد بود، این تیکه تیکه شد. بعدن 30 سال پیش، سال 1170 و 71 یه جنگی شروع شد به نام جنگ بوسنی. 240 هزار نفر کشته شدن، مسلمان ها اونجا قتل عام شدن، آمریکایی‌ها دخالت کردن و بحران رو تشدید کردن. چند تا کشور به وجود اومد. یک کشور شد صربستان با مرکزیت بلگراد، یک کشور شد بوسنی هرزگوین با مرکزیت سارایوو، یک کشور شد کوزوو، یک کشور شد کرواسی، یک کشور شد اسلوونی. یه 5-6 تا کشور به وجود اومد دیگه. به این میگن در علوم استراتژیک بالکانیزه کردن. مثل اون منطقه بالکان، یه جایی رو از نظر فرقه‌ای، طایفه‌ای، قبیله‌ای و مذهبی تیکه تیکه کنن. الان طرحی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مد نظر دارن برای بی‌ثبات کردن افغانستان، که این بی‌ثباتی تسری پیدا کنه به چین، روسیه و ایران و هند، اسم این تر بالکانیزاسیونه. کشور افغانستان وارد دوره جدیدی از بحران شده، بحران بالکانیزاسیون. طرح آمریکایی‌ها اینه که افغانستان تجزیه بشه. دیگه فرضشون اینه که افغانستان یک پارچه فایده نداره. چراغ سبز نشون دادن به هواداراشون. منطقه پشتون نشین افغانستان که در جنوب و به سمت در واقع شرق این کشور هست، که نزدیک مرزهای پاکستانه، چراغ سبزی که داده شده اینه که پاکستان این منطقه رو جدا کنه برای خودش. همه دست و پایی که سرویس ISI میزنه برای اینکه دخالت کنه و پشتیبانی کنه از طالبان، برای اینکه افغانستان تو مرحله تجزیه بخش بیشتری از این مناطق دست مناطق پشتون نشین باشه و مناطق پشتون نشین الحاق بشه به کشور پاکستان. منابع عظیمی که در معادن اینجا هست، پاکستان برای اونا در واقع کیسه دوخته و طرح اصلیشون هم اینه. نقشه های اینا رو هم منتشر کرد. مرحله دوم مناطقی است که در قسمت شمال هست. جریانی که باید بتونه اون مناطق رو جدا کنه، متصل کنه، با دخالت امام علی رحمان رئیس جمهور کشور تاجیکستان داره مدیریت و پشتیبانی میشه. جریانی که رسما اومد پشت سر گروه در واقع مسعود و همه مردم فکر کردن که اینا الان دنبال اینن که جریان مسعود بتونه افغانستان رو پس بگیره در دره پنجشیر. اما خب میدونید وقتی ارتش افغانستان با 300 هزار نفر نتونست کاری کنه، ارتش ناتو، ارتش‌های تابع ناتو، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، کانادایی‌ها، آلمانی‌ها و غیره که اونجا بودن نتونستن در مقابل پیشروی طالبان کاری کنن، چطور یه چند ده هزار نفر جوانی که الان برن تو دره پنجشیر میتونن خیلی موفق بشن؟ خب این کشدار میشه، برادر کشی میشه، افغانی‌ها همدیگر رو میکشن، باز هیچ، باز کشدار، باز بدبختی، باز انفجار، باز خونریزی. لذا طرحی که هست اینه که یک مناطق تاجیک نشینی جدا بشن، متصل بشن به کشور تاجیکستان، مناطق ازبک نشین منتقل بشن به کشور ازبکستان، مناطق شیعه نشین به خصوص مناطق هزاره که مردم شریف هزاره هستن در وسط افغانستان، راهی پیدا بشه اینا به شرق ایران متصل بشن. یعنی تحریک تقسیم افغانستان به 3-4 قسمت، منطقه پشتون نشین برای پاکستانی ها، منطقه تاجیک نشین برای تاجیکستان، منطقه ازبک نشین برای ازبکستان و منطقه شیعه نشین متصل بشه به ایران. به این طرح میگن بالکانیزیشن. وقتی شرایط به منطقه به سمت بالکانیزیشن میره، یعنی هیچ کدوم از اون طرفین کنار هم نمیتونن زندگی کنن از نظر نژادی یا از نظر مذهبی. در بالکان اینجوری شد، اما افغانستان اینطوری نیست. این مردم چند هزار سال با هم زندگی کردن، اختلافی هم نداشتن. اختلافاتی که در افغانستان پیش اومد از زمانی بود که انگلیس 200 سال پیش اومد اونجا شروع کرد فتنه‌گری و اختلاف افکنی.
اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن. اصلی است که انگلیسی ها همیشه همه جا رفتن بین قومیت ها، مذاهب، گروه ها ایجاد کردن و اونجا رو به هم ریختن، آب و گلالود کردن، ازش ماهی بگیرن. بعد در دوره شوروی تشدید شد، در دوره اخیر هم مثل استخون لای زخم مونده. لذا آمریکایی‌ها نتونستن در 20 سال گذشته، 20 سال فرصت داشتن که ملت سازی کنن و دولت سازی. 20 روز پیش بایدن اعلام کرد ما هیچ اصلا با نیت دولت سازی ملت سازی در افغانستان حضور پیدا نکردیم. خب چرا دروغ میگی آقای بایدن؟ آقای فرانسیس فوکویاما، استراتژیست ارشد نزدیک به جمهوری خواها، 1382-83 کتابی نوشت تحت عنوان ستیت بیلدینگ در قرن 21، دولت سازی در قرن 21. بیشتر روی کرده این کتاب فوکویاما افغانستان بود. اینا نیتشون این بود که در افغانستان بیان دیدیار کنن. شما الان مقالات دیدیار در افغانستان رو سرچ کنید، ببینید اندیشکدهای آمریکایی چه تعداد مقاله در مورد اسلحه زدائی در آمریکا در افغانستان منتشر کردن، که اسلحه رو از دست گروه های چریکی بگیرید، گروه های چریکی کلن دیگه اسلحه رو بذارن کنار، دیدیار بشن. آمریکا عظیمترین توان سازمان ملل و بودجه های سازمان ملل رو و کشور مختلف و خودش رو برد تو افغانستان خرج کرد که افغانستان رو دیدیار کنه. الان افغانستان همه مسلحن، 20 سال دیدیار شکست خورد. مرحله دوم قرار بود که در افغانستان دولت سازی کنن، این دولتی بود که فرار کرد رفت. مرحله سوم مسئله ملت سازی بود. آقا شما 20 سال وقت داشتین نیشن بیلدینگ کنی. اینجاست که اهمیت قاسم سلیمانی روشن میشه. قاسم سلیمانی در کشورهایی مثل لبنان، سوریه، عراق، یمن، فلسطین چه کار میکرد؟ اسلحه میبرد داده بهشون، اینا که خودشون اسلحه دارن. قاسم سلیمانی کمک میکرد به این ملت‌ها تا این ملت‌ها اولا ملت سازی کنن، ثانیا دولت سازی. اهمیت قاسم سلیمانی در این بود. گروه چریکی رو انداختن کار سختی نیست. برمی‌دارن پولا رو می‌برن میدن به یه ملتی، به یک مردمی، اصلاً هم بهشون میدن، این شد گروه چریکی. مثلا طالبان که سرویس اطلاعاتی پاکستان طراحی میکنه، پولش هم عربستان و امارات میدن. یا داعش که عربستان پولش رو داد، امارات و قطر پشتش بودن، ارتش ترکیه مدیریتش میکرد، سازمان میت، سازمان اطلاعات نظامی ترکیه مدیریتش میکرد. ولی حزب الله لبنان، انصار الله یمن، حماس و جهاد اسلامی، اینها گروه چریکی نیستن. اینها پدیده های دولت سازی هن، پدیده های ملت سازی هن، نیشن بیلدینگ، ستیت بیلدینگ. حالا اهمیت قاسم سلیمانی روشن میشه. قاسم سلیمانی یک معمار تمدنی بود. یعنی میرفت یه کشوری، یه جامعه، کمکشون میکرد، نخبگانشون رو صدا میکرد، میگفت آقا اختلافاتون رو بذارید کنار، اینجوری دولت سازی کنید، ملت سازی کنید، مشکلات مردمتون رو حل کنید. خب پس آمریکایی‌ها اول دنبال دیدیار بودن، شکست خورد. دی اول دیدیار در واقع دیسارمیمنته، یعنی اسلحه رو بگیره از دست چریکا. دی دومش دیموبیلایزیشنه، یعنی از حالت مسلح که خارج شدن، از حالت سازماندهی و بسیج هم خارج بشن، عادی بشن. اون آر در انتهای دی دی آر ری انتگریشن، یعنی مردم رو این افراد مسلح رو برگردونن به زندگی عادی. آمریکایی‌ها در دی دی آر در افغانستان شکست خوردن، نتونستن. بعدم نتونستن ملت سازی کنن، نیشن بیلدینگ. بعدم نتونستن دولت سازی کنن، ستیت بیلدینگ. گذاشتن فرار کردن. مردم افغانستان الان حق دارن بپرسن که شما 20 سال چرا وقت ما رو هدر دادید؟ چرا 2400 میلیارد دلار رو آوردید اینجا خرج کردید و هیچی به هیچ؟ یه 200-300 هزار نفر طرفدار آمریکا تربیت کردید، اینا رو هم سوار هواپیما کردید با خودتون بردید.
مترجماتون بودن، اینا بودن، بردید با خودتون، بقیه مردم افغانستان رو ول کردید به حال خودشون. اونی هم که شده مترجم شما نمیگه ملت من دوچار مشکلن 30-40 میلیون افغانی، میگه چرا منو بر نداشتید ببرید، اینم پاسپورتم. با زن و بچه‌شون سوار شدن رفتن دیگه، مثل این ایرانیای سلطنت طلب که گذاشتن از کشور فرار کردن رفتن، حالا از اونجا میخوان با کمک آمریکا براندازی کنن. ببین این ضد انقلاب ایران چقدر چیز پدید عجیبیه. آمریکا تو افغانستان گذاشته فرار کرده، اینا توی اروپا آمریکا دارن التماس میکنن به آمریکا که آمریکا بیاد حکومت ایرانو براندازی کنه، کشور ایرانو بده دست اینا. اینا دیگه چقدر در واقع مشکلات فکری و روحی داره. خب پس الان پروژه خطرناکی که شروع شده، پروژه تجزیه افغانستان در پروژه بالکانیزاسیون، یعنی به این نتیجه برسونن مردم افغانستانو که راهی نداره جز اینکه تجزیه بشن. یعنی میخوان مردم افغانستانو چنان ذله کنن، افق دورنما و چشمانداز رو چنان تیره و تاریک نشون بدن که مردم افغانستان هیچ راهی ندارید، پشتونهاتون برن با پاکستان یکی بشن، تاجیکاتون برن با تاجیکستان یکی بشن، ازبک ها برن با ازبکستان یکی بشن، شیعیان مناطق مختلف به خصوص هزارجات اینا هم بیان با ایران یکی بشن، افغانستان هم تجزیه بشه برای پیکارش. طرح بالکانیزاسیون این. چین با این قضیه موافقه، اومده پای قضیه، اومده پای کار. هند موافقه، چون هند در کشمیر مشکلاتی داره، میخواد افغانستان از این حالت خارج بشه و تجزیه بشه، یه ثبات نسبی پیدا کنه. اگر این تجزیه اتفاق بیفته روس‌ها موافقن، اما باید ببینیم ایران کجا ایستاده. اونی که بالاخره باید تصمیم بگیره در آخر سر که این اتفاق بیفته یا نه. اونی که تصمیم گرفت جنگ جهانی چهارم به نتیجه برسه یا نه. ببینید جیمز ولسی رئیس پیشین سازمان سیا 20 سال پیش یه مقاله نوشت که و یه سخنرانی کرد در دانشگاه لس آنجلس، گفتش که جنگ جهانی چهارم شروع شد و در این جنگ جهانی چهارم 22 تا کشور رو باشون تنگ تکلیف میکنیم، ایران، افغانستان، سوریه، یمن، اسپورت. کی رو به روی این جنگ ایستاد؟ ایران. کی جنگ جهانی چهارم رو به شکست کشوند؟ ایران. من به همه جوانان ایرانی و به همه جوانان افغانی تأکید میکنم کتاب جنگ جهانی چهارم الکساندر دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه رو ببینید. فقط هم فصل اولش رو بخونید. اصل این کتاب فصل اولش. 41 سال پیش چطور طالبان به وجود اومد؟ سرویس اطلاعات فرانسه به وجود آورد. و در فصل اول کتاب جنگ جهانی چهارم الکساندر دومارانش رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه اینو توضیح میده. میگه که من رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه بودم، سازمان جاسوسی فرانسه. میگه که بلند شدم، ریگان شد رئیس جمهور آمریکا، قبل از اینکه بره تو کاخ سفید مرسومه که رئیس جمهور آمریکا رو سازمان اطلاعات انگلیس میره بهش گزارش میده که دنیا چه خبره. سازمان اطلاعات آلمان، سازمان اطلاعات ایتالیا، سازمان اطلاعات فرانسه، همه سازمان اطلاعاتی دنیا باید برن یک گزارش به رئیس جمهور آمریکا که امپراتوره بدن که امپراتوری آمریکا تو دنیا این خبراست. اونجا این در خاطراتش در کتاب جنگ جهانی چهارم مینویسه که من رفتم اونجا و دیدن ریگان. ریگان هنوز رسما وارد کاخ سفید نشده بود، فعلا انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور، هنوز نرفته داخل کاخ سفید. میگه رفتم، از فرانسه رفتم آمریکا دیدن رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا. سال 1980 میشه 41 سال پیش. الکساندر دومارانش میگه رفتم اونجا، گفتش که خب من شدم رئیس جمهور آمریکا کجا باید تمرکز کنم؟ گفت من بهش گفتم تمرکزتو بذار روی افغانستان. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه بتونی شوروی رو شکست بدی، شوروی رو از ابرقدرتی بیاریش بیرون نابودش کنی، تو افغانستان باید شکستش بدی. گفت خب این حرف تو قشنگه ولی چه جوری؟ گفت من بهش گفتم راحته، دو تا کار می‌کنی. میگه که ازش پرسیدم آقای رونالد ریگان رئیس جمهور جدید آمریکا، شما مواد مخدری که مثلا پلیس اف بی آی میگیره چه کارش باید بکنه؟ گفت هیچی دیگه، باید مواد مخدر رو باید ببرن منهدم کنن. میگه من بهش گفتم نه آقای ریگان، چرا مواد مخدر رو باید منهدم کنید؟ مواد مخدر رو باید
بفرستی تو سیستم، تو چرخه اون نیروهای متجاوز و دشمن تا اونا همه فاسد بشن. بعد خودش مینویسه اونجا، میگه ریگان به من گفت تو دیگه چه جانور عجیب و غریبی هستی، چه فکرایی داری. یعنی بخش اولی که طرح سرویس اطلاعات خارجی فرانسه بود که به ریگان پیشنهاد کردن این بود که مواد مخدر رو در افغانستان گسترش بدن، کشتش رو، از این طریق ارتش شوروی رو فاسد کنن، آلوده کنن به مواد مخدر و موفق بشن شوروی رو ضعیف کنن، که اتفاقا همین اتفاق هم افتاد. یعنی نیروهای شوروی خیلی هاشون بعدن به مواد مخدر آلوده شدن و درگیر قاچاق مواد مخدر شدن. میگه توصیه دوم من به رونالد ریگان این بود که، اینو الکساندر دومارانش میگه، میگه توصیه دوم من به رونالد ریگان این بود که به ریگان گفتم که میخوای شوروی رو نابود کنی، شوروی الان یه خرس دیگه، نماد شوروی یه خرس بود. میگه خرس کدوم جزء بدنش ضعیفه در مقابل زنبور عسل؟ چون خرس عسل خیلی دوست داره، وقتی میره بالای این درخت ها که کندو رو متلاشی کنه عسل برداره عسل بخوره، زنبورا چند صد تایی چند هزار تایی میرزن سرش. یکی نوک بینی خرس که مو نداره، نقطه آسیب پذیری خرس. میگه بهش گفتم که خرس دستشو میذاره روی بینیش، کندوی عسل رو متلاشی میکنه، عسل رو بر میداره، چون نقطه ضعفش اینجاست. شوروی هم یه خرسیه، نوک بینیش آسیب پذیره، باید یه جریانی درست کرد در قالب دکترین مسکیتو. مسکیتو میشه پشه خیلی ریز در مدل پاپارادزی. میگه بهش گفتم که باید از نظر مذهبی یه جریانات مذهبی درست کنی، چون شوروی کمونیسته، ضد دینه، اینا با دین مخالفن، میگن دین افیون توده هاست. یه جریان مذهبی شدید تند باید درست کنی، بندازی به جون شوروی ها که نیروهای شوروی که اونجا هستن، مثل اون پشه ریز که نوک بینی خرس رو میزنه، عاجز میکنه خرس به اون گندگی رو. شوروی رو باید از طریق مواد مخدر و از طریق مذهب نابودش کرد. لذا میان توی افغانستان کشت مواد مخدر رو گسترش میدن، همین سرویس اطلاعات خارجی فرانسه با نظر آمریکا، یعنی مجوزش رو رئیس جمهور جدید آمریکا میده ریگان. دوم اینکه میرن در پاکستان مدارس طالب ها رو به وجود میارن، پولم از عربستان میگیرن میارن، همه رو اونجا توضیح میده تو فصل اول این کتاب، و میان با پولی که عربستان داده مدارس رو ایجاد میکنن در شمال پاکستان، مناطق پشتون نشین پاکستان، و این بعد از یک دهه میشه اون چیزی که بعداً به فروپاشی و شکست شوروی در افغانستان انجامید و از افغانستان از اونجا خارج شد. چند سال بعد اون جریانی که تربیت شده بودن در پاکستان به عنوان ارتش طالبان ریختن داخل افغانستان و افغانستان رو گرفتن، نجیب الله رو کشتند، وارد کابل شدن و حکومت تشکیل دادن. بعد القاعده و اینا گفتن اونجا لونه کردن، پایگاه زدن. 11 سپتامبر که شد، آمریکا به بهانه نابودی القاعده آمد اونجا طالبان رو تارمار کرد و فراری داد، تا همین چند هفته گذشت. الکساندر دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، حرفش اینه، میگه من بودم رفتم به ریگان رئیس جمهور آمریکا گفتم که در افغانستان تو باید تمرکز کنی روی افغانستان و از طریق افغانستان شوروی رو شکست بدی، با مواد مخدر، با گسترش افراطی مذهب در قالب پدیده طالبان. حالا جالبه، من دیدم که این احمد مسعود پیام داده به ماکرون که آقای ماکرون کمک کنید شما فرانسویا تا ما تو دره پنجشیر بریم کابل رو بگیریم. به این جوان یک کسی باید اطلاع بده که پسر جان فرانسه خیلی خطرناک، خطر فرانسه کمتر از خطر انگلیس نیست. انگلیسی ها 200 ساله خباست کردن موقعی که در هند مستقر بودن، افغانستان رو از ایران جدا کردن، اما خطر سرویس اطلاعات خارجی فرانسه اینه که سرویس اطلاعات خارجی فرانسه بود که اومد با ISI پاکستان برنامه ریزی کردن، طالبان رو به وجود آوردن. این سندش تو کتاب
جنگ جهانی چهارم الکساندر دومارانش. و الکساندر دومارانش اونجا میگه که من ریگان به من مأموریت داد گفت خودت برو تو پاکستان این کارو اجرا کن. میگه من رفتم پاکستان به نخست وزیر پاکستان گفتم که ما میخوام یه کارایی تو پاکستان انجام بدیم درباره افغانستان، شما مقامات پاکستان سرتون رو بگیرید اونور نبینید ما داریم چه کار میکنیم، پولا رو چجوری خرج میکنیم. بعد میگه پولش چیکار کردم؟ میگه مواد مخدر رو تو افغانستان تولید میکردیم، تجارت میکردیم در سطح جهان، پولش رو میآوردیم، با پولایی که عربستان هم میداد جریان مدارس مذهبی رو گسترش میدادیم. تموم شد. حالا فرانسه شده ناجی افغانستان. چرا افراد نباید تاریخ رو به خاطر بیارن و آشنا باشن به موارد تاریخ؟ از این رو الان افغانستان دیگه اهمیت ژئوپلیتیک برای آمریکا و غرب نداره. اون به اصطلاح دهه سال 1980 بود، 20 سال پیش بود که افغانستان اهمیت داشت که بین چین و ایران و روسیه یک حائلی بشه، نظر اینا متحد بشن. الان افغانستان باید از وسط متلاشی بشه، تجزیه بشه، مردم این کشورها مهاجرت کنن به سوری، به پاکستان. این مهاجرت ها بی‌ثباتی به وجود بیاره تو این کشورها، گروه های تروریستی رو از سراسر دنیا مثل داعش و اینا رو بریزن اونجا کشت و کشتار کنن، چین مجبور بشه در منطقه اویغورها و سینکیانگ بیاد اینا رو کنترل کنه، هند مجبور بشه در شمال کشمیر بیاد این کارو بکنه. اینجا وقتی تجزیه شد پاکستان سهم خودش رو ببره، ایران سهم خودش رو ببره، تاجیکستان سهم خودش رو ببره، ازبکستان سهم خودش رو ببره، افغانستان تیکه تیکه بشه، متلاشی بشه و مشکلات و ناامنی به وجود بیاره. آمریکا و انگلیس هم تمرکزشون رو بذارن روی مهار چین که اقتصاد چین به قول معروف داره فشار میاره به اقتصاد آمریکا و اروپا، برن دوروبر او اونجا اونو مهار کنن. کل طرح آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینه. خب ایران چه کار باید بکنه؟ ایران کجا ایستاده؟ آمریکایی‌ها طرح تجزیه سوریه رو منتشر کرده بودن به سه کشور. سوریه بشه سه تا کشور. طرح تجزیه عراق رو منتشر کرده بودن رسما، روبین رایت اینو رسما منتشر کرده بود، کاخ سفید میگه عراق باید بشه سه کشور، اعلام هم کرده بودن آمریکایی‌ها. طرح تجزیه عربستان هم منتشر شده بود، عربستان به 5 تا کشور تجزیه بشه. طرح تجزیه یمن به دو کشور. نقشه‌ای که درباره تجزیه کشور لیبی بود، لیبی به سه کشور تجزیه بشه. کشور افغانستان به 3-4 کشور تجزیه بشه. ایران به 7 کشور تجزیه بشه. طرح تجزیه سودان که منتشر شد، سودان قرار شد به 3 کشور تجزیه بشه. خب قسمت اولی که جدا کردن، آمدن قسمت سودان جنوبی رو جدا کردن. وسعت سودان جنوبی اندازه کشور فرانسه است. قسمت سودان جنوبی رو جدا کردن، حالا مون سودان شمالی. سودان شمالی یه منطقه نفخیز داره به نام منطقه دارفور. الان تو برنامه بعدیشون اینه که اونجا هم یه آشوبی درست کنن و زد و خورد و درگیری با دولت مرکزی سودان اونجا هم جدا کنن. یعنی طرح تجزیه رو شروع کردن. لیبی هم عملا سه تیکه شده الان. آمدن تو منطقه ما شروع کردن تجزیه رو انجام دادن. خب اینا میگفتن توی دومینو یه دونه تجزیه ها تو منطقه خاورمیانه انجام بشه، بقیهش دومینووار انجام میشه. از کجا شروع کردن؟ از کردستان عراق. اسرائیلی ها بلند شدن آمدن رفتن پیش دولت همین به اصطلاح مسعود بارزانی. با مسعود بارزانی اسرائیلی ها هماهنگ کردن، رژیم صهیونیستی. اعلام شد تو سال 96 که کردستان عراق مستقل شد، شده کشور مستقل. انتخابات برگزار کنن و نمیدونم مستقل بشن و از عراق جدا بشن و طبق اون طرحی که قرار بود عراق بشه سه کشور. خب این بازی که داشت شروع میشد، خیلی از مناطق دیگه هم توی سوریه، توی عراق، توی ایران، توی جای دیگه گفتن آقا ما میخوام مستقل بشیم. این بازی شروع شد. یعنی همونطوری که گفته بودن دومینووار همه این کشورها میریزن، همه این کشورها تجزیه میشن، تا درگیری شروع شد پرچم‌هایی در خیابون‌های اربیل در کردستان عراق نشون داده شد که پرچم اسرائیل بود و پرچم کردستان عراق. یه جوونا این دو تا پرچم رو گرفتن دستشون.
حالا اسرائیل اومده زیر گوش ایران داره کشور تجزیه میکنه، انگار ایران وجود نداره، جمهوری اسلامی نیست. اون موقعی که امپراتوری عثمانی رو تجزیه میکردن آمریکا، انگلیسیا از توش 10-15 تا کشور در میآوردن، مثل ترکیه و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم اردن و مصر و اینا، اون موقع جمهوری اسلامی وجود نداشت که میتونستن تجزیه کنن. خب مراسم رئیس جمهور اسبق عراق بود، مرحوم جلال طالبانی، در همون شهر اربیل. حاج قاسم با لباس مشکی، چون جلال طالبانی از دوستای حاج قاسم بود، آدم سالمی بود جلال طالبانی، حاج قاسم رفت تو مراسم رحلت جلال طالبانی شرکت کنه. عکساش هست دیگه، با کت شلوار رفت اونجا صحبتی کنه و تسلیتی بگه به مردم کردستان عراق و دو تا خرمایی برداره بخوره و فاتحه بفرسته و دفتر یادبود رو هم بنویسه امضا کنه. به مسعود بارزانی گفتش که آقای بارزانی، تجزیه نداریم تو منطقه، کسی حق نداره عراق رو ستیکه کنه، سوریه رو ستیکه کنه، نمیدونم عربستان رو 5 تیکه کنه، نمیدونم هر کشور دیگه رو تجزیه کنه. هر کس بخواد هر منطقه رو، هر کشور رو تو این منطقه تجزیه کنه، ما روبروش میستیم اگه شده با جنگ نظامی. تا دیروز ما از شما دفاع میکردیم، از فردا من دیگه کاری ندارم با شما، کاری هم به هشت و شعبی و ارتش عراق ندارم بیان سمت اربیل و سمت دوهوک و سمت به خصوص کرکوک که شهر محوری و نفخیز کردستان عراق. حاج قاسم از اونجا اومد بیرون، فردا هشت و شعبی رفت وارد شهر کرکوک شد. مسعود بارزانی مجبور به کنارگیری شد. طرح اسرائیلیا برای جدا کردن کردستان عراق و بعدم تیکه تیکه کردن بقیه عراق شکست خورد. حاج قاسم نه با لباس نظامی، با کت و شلوار و با پیرن مشکی در مراسم عزا رفت جلو طرح تجزیه عراق رو گرفت، که بعضی هم مثلا تو ایران خوشحال شده بودن، مثل این زیبا کلام. زیبا کلام میگفت بله باید بذاریم اونا جدا بشن، تو ایران هم همه باید جدا بشن. یکی نبود تو دانشگاه تهران بزنه تو دهن این که آخه بابا تر تجزیه کشور رو انجام میدیم، ملت ها بیافتن به جون هم کشت و کشتار بشه که تو میخوای مثلا دموکراسی های غربی رو سقف بزنی. اینا عوامل بیگانن دیگه، از این کارا میکنن. خیلی هم بارزانی ها خوششون اومده بود، بعد صداش کردن اونجا بردن مثلا کلی دست نوازش سر همین صادق زیبا کلام کشیدن، همونجوری که انگلیسی ها میبرنش و آلمانی ها میبرنش دست میکشن سرش، چون سیاست های اونا رو تو ایران پیاده میکنه. اما حاج قاسم گوشش به این حرفای مزخرف شبه روشن فکری امثال صادق زیبا کلام بدکار نبود. میدونست که اگر طرح تجزیه عراق شروع بشه، عراق سه تیکه میشه، به مدت 100 سال میافتن به جون هم. بعد به اصطلاح عربستان 5 تا تیکه میشه، بعد سوریه 3 تا تیکه میشه، همه کشورها میریزن، بعد ایران مثلا میخواد 7 تا تیکه بشه. رسما به مسعود بارزانی هشدار داد نمیذاریم این اتفاق بیفته. فردا هشت و شعبی رفت کرکوک رو، که بعدن شد وزیر امور خارجه آمریکا، اون موقع رئیس سازمان سیا بود، بعد که دیدن طرحشون شکست خورده یه نامه فرستاد برای حاج قاسم. نامه رو ماها که خبر نداشتیم، حاج قاسم هم که نیومده بود تو خبرگزاری بگه، خود پومپئو گفت من نامه فرستادم تو میدون جنگ براش. قاسم سلیمانی، جنرال سلیمانی، نامه منو نگرفت و نخوند. این اصل خبری است که خود پومپئو گفت. اینقدر پومپئو عصبانی بود و ترامپ عصبانی بود بعد که پومپئو شد وزیر خارجه آمریکا و سعی کردن حاج قاسم رو شهید کنن، چون اصلا اعتنا به نامه رئیس سازمان سیا تو میدان جنگ نکرده بود، چون ندیدن بابا تا قاسم سلیمانی اونجاست که نمیتونن اونجا رو تجزیه کنن. همون طرحی که در غرب ایران تجزیه کشور عراق رو میخواستن از اونجا شروع کنن، بقیه کشورها همجوری یکی یکی بریزن و همه قومیت‌ها شروع کنن جدای طلبی، این طرح رو الان آوردن در شرق ایران، میخوان ایجادش کنن در کشور افغانستان. بالکانیزاسیون عراق متوقف شده، بالکانیزاسیون افغانستان شروع شده. حالا پاکستانم در واقع یه بوایی به مشامش رسیده. سرویس اطلاعات سرویس ISI پاکستان میگه خب منطقه پشتون نشین که حدود 40% افغانستانه، این وقتی بیاد جزء پاکستان، پاکستان سرزمینش وسیع‌تر میشه
قدرت چانه زنی و بازیگریش روبرو هند بیشتر میشه. امام علی رحمان هم بلند شده این بحث حمایت از به اصطلاح تاجیک‌ها رو شروع کرده در افغانستان و حرکتایی که داره انجام میده. اردوغان هم در ترکیه، اونم میگه منم نخودم رو تو این آش میریزم. قاطی همونجوری که رفت سوریه رو ریخت به عمو با آتیش کشید، حالا میخواد تو افغانستان موش بدونه. بعد منتظرم که ایرانم بگه خیلی خوب منم از شیعه ها دفاع میکنم و منطقه هزارجات و اینا رو مثلا جدا میکنم. آقا افغانستان باید یه پارچه بمونه. افغانستان یک کله، یک سرزمین فارس زبانه، یک مجموعه یک پارچه است. تجزیهش کنن، هر کسی یه طرفشو ببره، بعدم معادنشو ببرن و بعدم نیروی انسانیش رو نابود کنن و بعدم اینا رو وادار به مهاجرت کنن و همه آواره بشن تو سرزمین‌های دیگه، این اصلا فرض دقیق و قوی نیست. از این رو چند تا نکته رو من باید فرسپار عرض کنم. اولا آنچه در افغانستان رخ داد در 3-4 هفته گذشته و یک ماه گذشته، اولا افغانستان هیچ چیزی به نام رو اینا اصلا دیگه شکست خورده بودن، کاملا واداده بودن و رفتن. نکته دوم اینه که طالبان اصلا قدرت نظامی فائقی نیست. آمریکایی‌ها ضعیف بودن، دولت اشرف غنی ضعیف بود، نه اینکه طالبان قوی بود. طالبان که حالا اومده اینجا رو گرفته، باورم نمی‌کرد که میتونه بگیره. طالبان دولت سازی ملت سازی بلد نیست. با 4 تا قاعده ساده در شریعت نمیشه جوامع پیچیده امروز رو مدیریت کرد. طالبان قدرت انطباق با شرایط روز رو نداره و نتیجهش اینه که طالبان نمیتواند دولت سازی ملت سازی کند. وقت افغانستان رو میگیره 5 سال دی، اگر حتی بتونه امنیت ایجاد کنه دو کل افغانستان، مشارکت عمومی رو به دست بیاره، همه گروه ها رو بیاره توی قدرت، به هر کدوم یه سهمی بده، این گروه توان دولت سازی و ملت سازی در افغانستان نداره، نمیتونه استیت بیلدینگ و نیشن بیلدینگ کنه. آمریکایی‌ها تو 20 سال نتونستن، اینم نمیتونه. مشکلات افغانستان مشکلاتیه که قبل از مسئله‌ای که شما بخوای به سلامت فکر کنی، به فرهنگ فکر کنی، به امنیت فکر کنی، به هر چیز دیگه فکر کنی، سازی. مردم 30-40 میلیونی افغانستان باید بشون یک ملت. پدیده‌ای به نام ساختار نظام در حکومت افغانستان باید بشود دولت. این چیزی که توی عربستان وجود داره که دولت نیست، اون یه طایفه ان دارن حکومت میکنن، خاندان سعودی ان، یه سری شاهزاده ان، هر کدوم یه وزارتخونه دستشون. این چیزی که توی امارات میبینید که اسمش دولت نیست، اسم وزارتخونه و اینجور چیزا روشون هست، که اصلا دولت اینجوری نیست، معنی دولت که این نیست. یا توی قطر، یا توی کویت، یا توی عمان، یا توی ترکمنستان، اینا اسمشون دولت نیست. ببینید پدیده کانتری، کشور، یه جای روی خطی دورش بکشی یه جمعیتی باشن، بعد وقتی تبدیل میشه به مثلا میهن، زمانیه که استیت دولت تشکیل شده و نیشن ملت وجود داره. مردم صرف نظر از اون ساختارهای نژادیشون کنار همدیگه قرار میگیرن. اما شما در کشور افغانستان الان نمیتونی این کارو بکنی. طالبان این توانو نداره. لذا طالبان اگر همین 20 سالی که در اختیار آمریکایی‌ها بود افغانستان، یه همچین 20 سال هم به طالبان وقت داده بشه، طالبان توان دولت سازی ملت سازی نداره. اداره یک جامعه مثل افغانستان 140 تا زیر نظام داره، یعنی آموزش پرورش، صنعت، انرژی، پلیس، مسئله دستگاه قضایی، مسئله آموزش عالی، مسئله کشاورزی، مسئله تجارت. این 143 تا زیر نظام، من به شما قول میدم طالبان برای 14 تاش هم طرح و برنامه نداره. من به عنوان کسی دارم اینو میگم که در تفکر استراتژیک، در نظام سازی، در مباحث طرحریزی استراتژیک در طول 30-40 سال گذشته در جمهوری اسلامی موامو سفید کردم. و جمهوری اسلامی این پیچیدگی های سیستمی که داره، با وجود این همه کادری که تربیت کرده خودش در درون خودش و این همه نیروی مؤثری که داشته، هنوز شما ببینید تو خیلی از بخش ها مشکل داره جمهوری اسلامی، که البته خب بخشش حاصل همین تربیت شده شرق و غرب بوده، ولی بالاخره جمهوری اسلامی از درون خودش تو 30-40 سال گذشته مدیر تربیت کرده. نسل سومیا که الان دارن میان تو قدرت، این نسل سومیا جمهوری اسلامی، اینا دیگه داخل تربیت شدن، بومی ان. برای این 143 تا زیر نظام، هر زیر نظام خودش 10 تا زیر نظام
دیگه داره میشه زب در ده، میشه تقریبا 1400 تا زیر نظام. طالبان در ساختار نظامی 10 تا زیر نظام رو نداره. یعنی بگی طالبان زرهی رو خوب میدونن، پیاده رو خوب میدونن، مخابرات رو خوب میدونن، هوایی رو خوب میدونن. این چیزا طالبان یه سری به اصطلاح نیروی چریک صحرایی و چریک کوهستانی هستن که اصلاً ساختارهای مدنی رو نمیشناسن. و اگر هم ادعا کنن میخوان با شریعت بیان سیستم رو اداره کنن، که مطلقاً شما مطمئن باشید که به نتیجه نمیرسه و دوباره وقت مردم افغانستان گرفته میشه. دوباره در این جهان پرشتابی که هر روز پدیده‌های علمی و اجتماعی و تکنولوژیک هی داره کهنه میشه، مدل‌های دیگه در نظام اجتماعی به وجود میاد، اونی که جا میمونه و صدمه میخوره مردم افغانستان، این مردم مظلوم. هند با وجود نزدیک 40-50 تا قومیت میتونه روپا بمونه یه پارچه باشه. ایران با نزدیک 10-20 تا قومیت میتونه امنیت و ثبات داشته باشه. افغانستان با 4 تا قومیت نمیتونه، یعنی پشتون و ازبک و مثلا هزاره و تاجیک. اینقدر با هم اختلاف دارن؟ نه اختلاف ندارن. کی این اختلاف رو ایجاد کرده؟ سرویس های اطلاعاتی خارجی، MI6 انگلیس، CIA آمریکا، ISI پاکستان، سرویس امنیت خارجی فرانسه و غیره. آقا دست برداره دست سر مردم افغانستان. اینا چند هزار سال با هم دیگه زندگی کردن. لذا ایران کجاست؟ ایران همونطور که در ماجرای تجزیه عراق و فروپاشی سیستمی عراق ایستاد روبروی اون طرح تجزیه که اسرائیلیا مدیریت می‌کردن، الان هم باید در ماجرای افغانستان به گونه عمل کنه که همه طرف‌ها بدانن، باور کنن که افغانستان مشکلش نظامی نیست. اصلاً با برادرکشی و با افغانی کشی هیچ مشکلی حل نمیشه. اینکه یه طرف پشتون‌ها کشته بشن، یه طرف تاجیک‌ها کشته بشن، یه طرف ازبک‌ها کشته بشن، یه طرف هزاره‌ها کشته بشن، اینها همه‌شون مسلمانن. یعنی لا اله الا الله داره کشته میشه. این خسارت. ولی باید همه نخبگان افغانی باید بدانن که افغانستان راه حل نظامی نداره. بحران افغانستان نیاز به سری آدم ریش سفید، نیاز به سری افرادی داره که همه حرفشون رو بپذیرن. اون روزی که قاسم سلیمانی میرفت توی سوریه، میرفت توی عراق، میرفت توی یمن، همه حرف قاسم رو میپذیرفتن. که جوانای افغانی مثل فاطمیون میرفتن اون رشادت ها رو میافریدن. امروز داخل خود افغانستان افغانی‌ها باید حرف همدیگر رو بپذیرن. این نخبگان افغانستان بلند میشن از افغانستان میرن بیرون، خب مردم خودشون رو تنها میگذارن. اینکه کسی بلند شه بره تو اروپا و آمریکا زندگی راحتی داشته باشه و مردم خودش رو رها کنه توی اون وضعیت، این اصلا نمیتونه ادعای میهن پرستی کنه. حالا هرچی هم بره تو اروپا و آمریکا از اونجا پست بذاره توی شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از مردم خودش، اینجوری نمیشه از مردم دفاع کرد. لذا آینده افغانستان متاسفانه آینده تاریکیه و این 20 سالی که آمریکایی‌ها اونجا بودن شکست خوردن و به شکل فضاحت‌باری از اونجا رفتن و دیگه برای همیشه ضعیف شدن آمریکا، اصلا نشون داد که آمریکا افول کرده، قدرت آمریکا و ناتو. دوره جدیدی که در افغانستان داره شروع میشه این دوره، دوره متاسفانه تاریکیه. طالبان اگرم بخواد امنیت برقرار کنه نمیتونه، چون که توانشو نداره. طالبان ضعیفتر از اون چیزیه که نشون میده و مشکلات جامعه افغانستان بیشتر از اینیست که متاسفانه هست. این همه نخبگان افغانی باید برگردن کشورشون، تون محیط سعی کنن امنیت رو به وجود بیارن و آرامش رو به وجود بیارن، ملتشون رو تنها نگذارن. برادرکشی هم باید خاتمه پیدا کنه. طالبان هم باید بداند که در عصر پیچیدگی های تمدنی نمیتونه با 4 تا اصل شریعت جامعه رو اداره کنه. این اصل باید یادش باشه. مقتضیات زمان رو باید بشناسه. فقه پویا رو رقم بزنه و قدرت انطباق با شرایط و زمان و روز رو داشته باشه. و اگر لج کنه و بخواد به زور اسلحه کار رو جلو ببره، خب این میشه که الان شده تو پنجشیر جوونا اسلحه دست گرفتن روبروی در واقع طالبان ایستادن. این ماجرا متاسفانه میتونه مشکلات افغانستان رو بیشتر کنه.
ISI پاکستان و خود پاکستان باید از تمامیت ارضی افغانستان چشم بپوشند و نیتی نداشته باشند نسبت به افغانستان. هند باید حریم خودش رو حفظ کنه، چین باید حریم خودش رو حفظ کنه. امام علی رحمان و اون کسانی که تو تاجیکستان فکر میکنن میتونن افغانستان یه بخشش رو تجزیه کنن، ملحق کنن به کشور تاجیکستان، اونها باید مراقب باشن که دارن با آتش بازی میکنن. در مورد شیعیان افغانستان هم خب طبیعتاً ایران حامی همه است. ایران همونطوری که در لبنان حامی شیعیان حزب الله لبنانه، در فلسطین اهل سنت حامی حماس اهل سنت. در افغانستان هم ایران پیوندهایی که با همه افغانی ها داره پیوندهای چند هزار سال است. بالاخره افغانستان کمتر از 200 سال پیش از ایران جدا شده، پاره تن ایران بوده، لذا ایران با همه این اقوام ارتباط ویژه داره. اما طبعا جریان در واقع تشیعی که در اونجا هست، توطئه‌ای که داره رقم میخوره که بخشای دیگر رو ترغیب کنن، تحریک کنن، به جان شیعیان بندازن تا ایران رو وارد یک درگیری کنن، این توطئه شیطانی قطعا به نتیجه نمیرسه، چون ایران نه تنها حامی شیعیان افغانستانه و در 42 سال گذشته از زمانی که از زمان نور محمد ترکی و حفیظ الله امین و از اون دورهایی که بعد آمریکایی اومدن اونجا رو اشغال کرد، شوروی اومد اونجا رو اشغال کرد و دوره ببرک کارمل تا برسه به همین اواخر دوره مرحوم نجیب و بعدم دوره صبغت الله مجددی و برهان الدین ربانی و همینجوری اومد تا رسید به دوره حامد کرزی و تا همین دوره اشرف غنی، با وجود نامردی هایی که اشرف غنی در حق ایران کرد، ایران همیشه میزبان مردم مظلوم افغانستان بوده. مردم ایران همیشه پیوند و علاقه عاطفی با افغانی ها داشتن به عنوان کسانی که جزی از ایران بودن و فارسی صحبت میکنن، پیوندهای گسترش زناشویی و غیره بوده بینشون. اما اونایی که فکر میکنن اگر صدمه ای به شیعیان در کشور افغانستان بزنن، مثلا فرض کن ایران ساکت میشینه، یا میتونن از این را ایران رو وارد درگیری کنن، یا اگر صدمه ای به تاجیک ها خورد ایران ساکت میشینه، یا مثلا صدمه ای به ازبک ها خورد ایران ساکت میشینه، ایران همونطوری که با آرامش مدیریت کرده صحنه لبنان رو و وقتی لبنان رو رسوندن به مرحله سقوط نهایی هفته‌ای گذشته، نذاشتن بنزین و گازوئیل به اونجا برسه. سید حسن نصرالله به تجار لبنانی خارج از لبنان گفتش که بیان از ایران گازوئیل و بنزین بخرن و وقتی که این کشتی‌ها راه افتاد، همه اون مدعی‌ها که می‌خواستن لبنان رو به ذلت بکشونن احساس کردن تحریم داره برداشته میشه، بهتر خودشون برن بنزین وارد کنن. ونزوئلای غیر مسلمان رو هنگامی که به ذلت کشوندن، نذاشتن بنزین بهش برسه، تأسیسات پالایشگاهی اون کشور عظیم نفخیز رو رفتن با خرابکاری و کار تروریستی آمریکا یا منهدم کردن، دیدید ایران 11000 کیلومتر اون طرف در کشتی‌ها و تانکرهای نفتکش و پارسال فرستاد اونجا و کشور ونزوئلا رو از اون مصیبت نجات داد. افغانستان که دیگه پاره تن ایرانه، افغانستان که دیگه همشون مسلمانن و همشون به قول معروف فارسی صحبت میکنن، و لذا قدرت های خارجی باید دست از سر افغانستان بردارن، اجازه بدن خود مردم افغانستان تصمیم بگیرن. مردم افغانستان هم باید بدونن که بس دیگه این همه اختلاف. مگر ما توی ایران قومیت نداریم؟ ما لور داریم، کرد داریم، ترک داریم، عرب داریم، بلوچ داریم، فارس داریم، ترکمن داریم، همشون روی چشم ما هستن، همشون روی سر ما جا دارن. اختلاف مذهبی داریم، اختلاف قومی داریم، اختلاف نژادی و نمیدونم این موارد هست، ولی کنار هم دیگه هستیم. مردم افغان هم میتونن اینجوری باشن. اینه که این سرویس های خارجی برن کنار، خطر عظیم بالکانیزه کردن افغانستان، چون دیگه افغانستان به درد آمریکا نمیخوره، به درد انگلیس نمیخوره، حالا باید بپاشوننش که دردسر بشه برای کشورهای دور و بعد. این کشورهای دور و بعد هم هر کی میخواد سهم خودشونو ببره، هیچ چی دیگه، اون چیزی که صدمه میخوره این وسط افغانستانه. افغانستان منابع اقتصادی عظیمی داره، افغانستان معادن بسیار زیادی داره که دست نخورده است، افغانستان منابع گاز داره. این کشور میتونه یک کشور به شدت ثروتمندی بشه،
میتونه رو پا خودش بیسته، به شرطی که نخبگانش فرار نکنن برن این ور اون ور از اونجا برای کشور خودشون نسخه بپیچن، بمونن وسط مردم خودشون، با مردم خودشون زندگی کنن، مشکلات رو حل کنن. از این رو ایران کجا ایستاده در بحران افغانستان؟ ایران همونطوری که جلوی جنگ جهانی چهارم رو گرفت، همونطوری که جلوی تجزیه کشور منطقه رو گرفت، همونطوری که سیاست‌های آمریکا، ترکیه، عربستان و غیره رو در یمن، در سوریه، در عراق، جای دیگه به شکست کشوند، همونطوری که دیگه جلوی زیاده طلبی رژیم صهیونیستی رو در لبنان و فلسطین و جای دیگه گرفت، اونا رو به شکست کشوند، همونطوری که زیاده خواهی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو تو منطقه مهار کرد و آمریکا داره از منطقه کشور به کشور داره خالی می‌کنه، تخلیه می‌کنه، میره، و در واقع ایران شرطش و اصل اساسیش این بوده آمریکا باید از کل منطقه بره بیرون. بعد از شهادت حاج قاسم استراتژی رسمی که حضرت آقا اعلام کرد اینه که آمریکا از منطقه باید بره بیرون، یعنی سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا، همین جنرال مکنزی، اینا باید کلا این 24 5 تا کشور منطقه رو ترک کنن، تخلیه کنن، برن بیرون. همونطوری که ایران در مقابل اینا ایستاده، کنار مردم افغانستان هم خواهد ایستاد و درباره یک پارچگی افغانستان عمل میکنه. دو گروه در فارسی زبان ها تو شبکه‌های اجتماعی علیه طالبان مینویسن و ادعا میکنن مدافع رزمندگان پنجشیرن. هر دو گروه دروغ میگن، یکی سلطنت طلبان، یکی این اصلاح طلبان. سلطنت طلبان که تو عمرشون دست به اسلحه نبردن، اگه راست میگن بلندشن از اروپا و آمریکا به جای اینکه توییت میزنن در دفاع از افغانستان، یه تیپی تشکیل بدن، تیپ سلطنتیون، بیان برن تو پنجشیر روبروی طالبان بجنگن، عبورشون از ایران هم ما پیگیری میکنیم، از ایران بیان رد بشن برن کمک افغانستان. خالی میبندید شما اصلا مرد جنگیدن هست، اگر راست میگید اصلا دست بگیرید، مثلا به شرطی که نزنید به شست پای خودتون، بیاد برید اونجا با به اصطلاح کمک نیروهای مسعود با طالبان بجنگید، نشینید تو اروپا و آمریکا از اونجا بگید لنگش کن. این در مورد سلطنت طلبا. یه تیپی هم باید را بیفته، تیپ اصلاحیون. اصلاح طلبا که تا دیروز وقتی توی سوریه بچه‌ها می‌جنگیدن، شهید می‌شدن، از تاج‌زاده تا به اصطلاح کرباسچی تا باند هاشمی، خود هاشمی تا کسای دیگه‌شون، همه می‌گفتن آقا بی‌فایده است، ول کنید، نمی‌دونم همین چیز دست رفتن. بعد می‌گفتن چرا پولا رو می‌برید توی سوریه خرج می‌کنید، نمی‌دونم این جوانایی که میرن اونجا می‌جنگن برای حرم آل الله نمی‌رن، دارن میرن برای حرم سرای بشار اسد میجنگن، این مسخره رو میکردن. الان همشون شجاع شدن، علیه طالبانن، میخوان مثلا نیروها تو پنجشیر موفق بشن. آقا آفرین، دم شما گرم، عجب شما آدمای شجاعی هستی، چشم، ما تسهیلات فراهم میکنیم. یه تیپی را بیفته به نام تیپ اصلاحیون، چون من این کلمه رو میگم چون بالاخره یه تیپی ما درست کرده بودیم به نام تیپ فاطمیون، 40-50 هزار تا ابر انسان هایی که یکیشون شهید حکیم بود، بازوی سمت راست حاج قاسم توی سوریه. مگه شما نمیگید آقا ما میخوام بریم بجنگی؟ بفرمایید ببینم این سلطنت طلبا یعنی سلطنتیون و این اصلاح طلبا اصلاحیون، یه مرد توشون پیدا میشه بلند شه اصلا بگیره دست بره اونجا بجنگه، نمیخواد علیه طالبان کاریکاتور بکشید و لگد بزنید، راست میگید بلند شید برید اونجا بجنگید. از دور این اصلاح طلبای ایران و این سلطنت طلبای ایران مثل این لیبرال ها و سکیولار های افغانستان که رفتن توی آمریکا و اروپا از اونجا برای ملت خودشون نسخه میپیچن، مثل سلبریتی هایی توی تهران میمونه، جنوب ایران سیل میاد، غرب ایران زلزله میاد، سلبریتی های ورزش و سینما و اینا میشینن با موبایل های گرون قیمت پست میذارن تو اینستاگرام سرزمینم تسلیت که مثلا سیل اومده، زلزله اومده. اگر راست میگی بلند شو ببر به مردم برس، بیل دستت بگیر، فرغون دستت بگیر. اینه که این صحنه خنده دارم که حالا اینا شدن مثلا ضد طالبان، طرفدار اون نیروهای شمال. اگر راست میگید بلند شید برید تو صحنه بجنگید. لذا هر نوع مواجهه احساسی با ماجرای افغانستان غلطه. طالبان باید حد خودشو بدونه. طالبان نمایندگی 30-40% بیشتر افغانستان نیست. طالبان بلد نیست و نمیتونه کشورداری کنه در عصر پیچیدگی ها. طالبان نمیتونه در یک محیط ناامنی مثل منطقه خاورمیانه یک کشور با ثبات و ساختار امنیت به وجود بیاره. اگه ایران رو نگاه کرده که در ناامن‌ترین نقطه کره زمین بالاترین ضریب امنیت رو داره، بابت اینه که اون اقتضائات رعایت شده و در نظر گرفته شده. لذا طالبان باید حد خودش رو بدونه. گروه های معارض دیگه هم در طیف های دیگه، اونا هم باید بدونن که یک طرفه نمیشه. اگر قبلا قرار بود مثلا به طالبان فائق بیان، زمانی که آمریکا اونجا بود و این همه سالی که آمریکا یا بمبارون کردن، اینا فائق اومده بودن.
هیچ کدوم از طرفین نمیتونن همدیگه رو حذف کنن، باید با همدیگه تشریک مساعی کنن، کار جلو ببرن. فرانسوی ها تو لبنان یه سیستم دولتسازی عجب و غریب پیاده کردن، اومدن گفتن که تشیع و شیعیان مجلس دستش باشه. الان نبیه بری رئیس مجلس لبنان شیعه است، اهل سنت دولت دستش باشه. همین جریان 14 مارس، همین پسر سعد حریری و نگه میشه نخست وزیر، دولت دستو. رئیس جمهور رو دادن به مسیحی های مارونی. الان جنرال میشل اون که رئیس جمهوره، این مسیحی مارونیه. تقسیم کردن بین سه طایفه و قومیت و دین، شیعه، مسلمان شیعه، مسلمان سنی و مسیحی مارونی. یکیش رئیس جمهور، یکیش رئیس مجلس، یکیش هم نخست وزیر. همیشه هم ثابته، یعنی همیشه نخست وزیر از اهل سنت، همیشه رئیس جمهور از مارونی های مسیحیه و همیشه رئیس مجلس از شیعیان. در عراق آمریکایی اومدن این مدل فرانسویه که توی لبنان بود و در عراق یه جور دیگه پیاده کردن. مجلس رو دادن به اهل سنت، الان رئیس مجلس در عراق مربوط به مسلمانای اهل سنت. دولت و نخست وزیری رو دادن به شیعیان، نخست وزیر در عراق همیشه از شیعیان. رئیس جمهور رو دادن به کردها، رئیس جمهور در عراق همیشه از کردهاست. آمریکایی‌ها تو 20 سال گذشته حتی نتونستن این تقسیمات رو تو افغانستان به وجود بیارن که لااقل مثلا رئیس جمهور دست یه گروه باشه، نخست وزیری دست یه گروه باشه، رئیس مجلس دست یه گروه باشه. حتی این تقسیمات هم نتونستن ایجاد کنن. بالاخره همه قبائل و طوایف و سلیقه ها در افغانستان یه سهمی بتونن مثلا داشته باشن، خب نتونستن این کارو بکنن. و این اتفاقی که الان افتاده، طالبان اگر نخواد همه اون تیره ها و گروه ها رو در قدرت سهیم کنه، خب همه میخوان اسلحه دست بگیرن، باز روز از نو، روزی از نو. لذا شرط افغانستان پیچیده است. ایران باید یک، مراقب باشه که تجزیه صورت نگیره، همون کاری که در عراق انجام داد نذاشت تجزیه صورت بگیره. دو، باید کاری کنه که همه گروه ها بیان پای یک به اصطلاح میز و بپذیرن سهم هر کدوم از گروه های دیگر رو بپردازن. تاجیک ها باید در قدرت باشن، ازبک ها باید در قدرت باشن، هزاره ها باید در قدرت باشن، پشتون ها باید در قدرت باشن، بسته به دو عامل: یک، درصد فراوانی جمعیتشون; دو، بسته به نیروی متخصصشون. باید قشنگ تقسیم بشه، همگرایی کنن، کنار همدیگه برادرن، با همدیگه سیستم رو جلو ببرن. و سوم کاری که ایران باید انجام بده، از مداخله قدرت های فرامنطقه‌ای جلوگیری کنه. قدرت های فرامنطقه‌ای هیچ وقت خیر این کشورها رو نخواستن. چینی ها، روس ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها، فرانسوی ها و غیره، اینا چیزی جز بدبختی و فلاکت ایجاد نمی کنن. میمونه پاکستان. پاکستان اولا تحریک کشورهای خارجی نباشه، یه ذره انرژیش برای دخالت در افغانستان کمتر میشه. دوم که خود پاکستان باید بداند که افغانستان حیات خلوت پاکستان نیست. پاکستان بعد از گذشت 30-40 سال از دخالت در افغانستان و ناامن نگه داشتن افغانستان باید بدون خودش داره ضرر میکنه. پاکستان 4 تا قومیت داره، یعنی قومیت بلوچ، قومیت مثلا پشتون، و اگر بخواد دست در طرح بالکانیزه کردن و تجزیه کشور افغانستان دخالت کنه، پاکستان باید بدونه که این آتشی است که دامن خودش هم میگیره. لذا پاکستان باید عاقلانه تر برخورد کنه و دست از این رویه ها برداره. من برای آینده افغانستان نگرانم و چشمانداز مثبتی نمیبینم. انشالله در لایه های گوناگون، در طرحهای گوناگون و چارچوب های گوناگون باید به این ساختار پرداخت که چطور میشه خطر رو از سر افغانستان و مردم افغانستان دور کرد، چون دیگه برای قدرت های جهانی افغانستان اون ارزش استراتژیک چند سال پیش رو نداره. و رسما بایدن ایستاد تو کاخ سفید، اعلام کرد که افغانستان دیگه نمیارزه که ما اونجا به خاطرش کشته بدیم و هزینه کنیم، چون دیگه آمریکا سیاستش رو تغییر داده، رفته به یه سمت سیاست بین المللی دیگه. لذا الان که افغانستان میره که آرام آرام این قدرت‌های خارجی بخوان اثرشون رو کم کنن، خود جریان نخبه‌گرای نسل جوان افغانستان باید بیان وسط صحنه و کشور خودشون رو بدون کمک خارجی نجات بدن و مطمئن باشن ملت ایران پشت سر اونا هست و ملت ایران حامی مردم افغانستانه و
افغانستان رو از خودش میدونه. از دوستان عزیز دانشگاه گیلان تشکر میکنم که این برنامه رو ترتیب دادن. توفیقی شد که من یه بار دیگه بتونم، البته دیگه این دفعه نه حضوری بلکه از راه دور در شبکه‌های اجتماعی، خدمت شما عزیزان عرض ادب کنم و سلام کنم. توفیقی شد که این برنامه رو امشب خدمت شما بودم. برای همه شما عزیزان بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله در این قرن جدیدی که شروع شده، قرن از 1400 به بعد، شما جوانان عزیز در دانشگاه گیلان بتوانید منشأ برکات عظیمی باشید. دوستان عزیز جامعه اسلامی دانشجویان هم به همین نسبت به همه مردم شریف ایران، به همه فارسی زبانان، به همه افغانی های عزیز، تاجیکستانی های عزیز، همه کسانی که فارسی زبان هستن و بحثای ما رو شنیدن و دیدن، به همه اونها هم سلام عرض میکنم، به امید روزی که دامنه تمدنی فارسی زبانان از این حجم متاسفانه مصیبت و فقر و جنگ و خونریزی و کشتار آزاد بشن و نجات پیدا کنن، به امید آن روز ان شاء الله. والسلام.